با عرض درود خدمت همکاران عزیز، افرادی که دارن از طریق لایو یوتیوب ما رو میبینن و افرادی که در آینده این ویدیو رو خواهند دید. امروز چهارشنبه 5 اکتبر ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی ما جلسه ای رو با عنوان نقش دانشجویان در برابر اختناق با حضور مهمانمون خانم پونه فتایی رو داریم که ایشون خبرنگار آزاد هستند در نمایندگی آسیا و شرق اروپا. دوستان، من دوست دارم که جلسه رو با شعری شروع کنم که شاید تک تک ما هر بار که نام جنبش دانشجویی میاد و دوره هایی که دانشجو بودیم ناخودآگاه به یاد این شعر میافتیم. با این شعر میریم که برنامه‌مون رو شروع کنیم. یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما، دشت بی فرهنگی ما، هرز تموم علفاش، خوب اگه خوب بد اگه بد، مرده دلای آدماش. دست من و تو باید این پرده ها رو پاره کنه، کی میتونه جز من و تو درد ما رو چاره کنه؟ یار دبستانی من، با من و همراه منی، چوب الف بر سر ما، بغض من و آه منی، حک شده اسم من و تو رو تن این تخت سیاه، ترکه بیداد و ستم مونده هنوز رو تن ما. توی روزهایی که پشت سر گذاشتیم، اتفاقاتی که در دانشگاه شریف افتاد برای تک تک ما بسیار دردناک بود و یادآور تمام ظلم و ستمی بود که به طرق مختلف به اقشار مختلف در این 43 سال شده بود و زخم‌های ما، زخم‌های گذشته ما رو تازه کرد و خیلی خیلی دردناک بود. میتونم فقط به این شکل بگمش، ولی باز حالا خیلی مسئله رو احساسی نکنیم، برگردیم به جنبش دانشجویی. دوستان، جنبش دانشجویی همیشه اصولاً توی ایران زنده بوده و جز جنبش های پیشگام بوده برای مطالبات، چه در دوره حکومت پهلوی چه بعد از اون. ما توی سالهای مختلف، مثلا ما توی 16 آذر سال 1332 تا اعتراضهایی که توی ماهای پس از انقلاب، مثلا توی 18 تیر 1378، توی 25 خرداد 1388، توی دیماه 1396 یا آبان 1398 و اکنون هم که جنبش سراسری جامعه ایران که با شعارهای همچون زن، زندگی، آزادی، جمهوری اسلامی، نمیخوایم، نان، کار آزادی، شعارهای مختلفی که داریم میبینیم، جنبش دانشجویی پیوندش رو با خیابون زده و بعد از تقریبا 12 سال ما دوباره پویایی جنبش دانشجویی رو دیدیم و اتفاقاتی که در روزهای اخیر شاهد اون بودیم. من سعی میکنم صحبت رو کوتاه کنم. اینجا دعوت میکنم از مهمان عزیز که سخنرانی خودشون رو شروع کنن و بعد از اون هم که همکاران عزیز و افرادی که توی لایو دارن ما رو میبینن میتونن سوالات خودشون رو از مهمان عزیزمون بپرسن. پس من مایک رو رها میکنم و لطفاً مایک مهمان رو آزاد کنید که سخنرانیشون رو شروع. با سلام خدمت همه عزیزان. نمیدونم که این روزها میخوام این سوال رو بپرسم که امیدوارم حالتون خوب باشه. میدونم که حال هیچ کدوممون در این روزها واقعا خوب نیست و یه عذرخواهی بزرگ میکنم که من جایی که امروز متاسفانه هستم هتلی هستش که خیلی هم شلوغه و من مجبور شدم با شما اینجا گفتگو کنم. ازتون واقعا عذرخواهی میکنم، ولی یه برنامه مشابهی مثل برنامه شما بود که من باید حتما اینجا می بودم و من
مجبورم که اینجا با شما گفتگو کنم، از شما به خاطر سر و صدای اضافه با من عذرخواهی میکنم، امیدوارم اذیتتون نکنه. روزای خوبی نیست واسه همه ما و به سختی میخوابیم. خود من شاید الان چند شبه به خاطر اینکه خبرها زیاد هستش رو داریم کار میکنیم نتونستم خوب بخوابم، ولی تنها چیزی که باعث میشه که ما من خودم حداقل مقاومت کنم شجاعت بچه هایی هستش که داریم تو خیابون میبینیم که با شجاعت سینه سپر میکنن، جلوی این مستبدی میرن و حق خودشون رو میخوان. امروز مثلا تصاویر خیلی زیبایی از بچه های مدرسه اومد که بچه های دبیرستانی حجابشون رو برداشته بودن و داشتن شعار اعتراضی میدادن. این مقاومت زنهای ما رو داریم میدونه. اکثر شهرها بیرون بودن، از آذربایجان تا کردستان تا شهرهایی مثل اصلا بعضی از شهرها که واقعا اسمشون رو نمیدونیم. یعنی من یه سری از شهرها که توی این جنبش اومدن و اعتراض کردن اسامیشون رو که میخواستم بنویسم به جرأت میگم واقعا اسمشون رو نمیدونستم. به هر حال میخوام اینجا به هممون بابت این روزهایی که گذروندیم و داشتیم به خاطر کشته شده ها تسلیت بگم و آرزو کنم، آرزوی قلبی ما هممون همینه که یک روز خوب رو واقعا ببینیم. من صحبت هامو در مورد جنبش دانشجویی از قیام 15 خرداد شروع میکنم که جنبش دانشجویی در ایران یه پدیده بود و هست که نیم قرن سابقه اعتراضی داره. یعنی قبل از همونطور که شما فرمودین قبل از انقلاب 57 در رژیم گذشتم دانشجوها برخواستن و همیشه هم که اعتراضی میشه، اعتراضات سنفی، حتی اعتراض بازاریان، اعتراض کامیونداران، کارگران، همه منتظرن که دانشجوها بلند شن. من میخوام برگردم به عقب‌تر و بگم مثلا این جنبش از کجا شروع شد. ببینیم، همیشه اعتراضات دانشجوها در تحولات سیاسی و اجتماعی ایران نقش بسیاری داشته، یعنی نقش کلیدی داشته. دانشگاه تهران که همیشه کانون این جنبش پیشگام مبارزات و اعتراضات بوده از همون زمان پهلوی تا کنون، نقش مهمی رو ایفا کرده. حوادثی از جمله از 16 آذر 32 که علیه حضور نیکسون بود، معاون ریاست جمهوری امریکا، تا همین جنبش دانشجویی که چند روز پیش داشتیم در دانشگاه های تهران. در انقلاب 57 جنبش دانشجویی به عنوان یک فعال در تحریک اعتراضات ایران بود که سازماندهی داشت. حرکتاش حرکت‌هایی بودند که نقش‌های مهمی در اعتراضات ایفا کردند. کلاً بعد از اینکه دانشگاه تهران تأسیس شد در زمان رضا شاه این جنبش‌ها شروع شد. یعنی دانشجوها شروع کردن به خاطر مسائل مختلف از سنفی شروع شد، شروع کردن اعتراض کردن. در سال 1313 سنگ این اعتراضات بنا نهاده شد از طرف دانشجوها در دانشگاه تهران. این اعتراضات ابتدا جنبه سنفی داشت، ولی بعد از شهریور 1320 جنبش دانشجویی شکل خاصی رو گرفت و شناخته تر شد در بین مردم، در بین اصناف مختلف. در سال 1318 دولت وقت تصمیم گرفت برای رفع احتیاجات ارتش تمام فارغ التحصیلای
دانشکده دانشگاه پزشکی رو به خدمت برای خدمت بفرسته، که این مسئله خودش باعث شد که دانشجوها بیان و در مورد این تصمیم غیرقانونی اعتراض کنند. و با اعتصاب هایی که از سر کلاس نرفتن، سر جلسه امتحان نرفتن شروع شد، انقدر این مقاومت در اعتراضشون قوی و محکم بود و این اتحادی که هم زمان داشتن، دولت نتونه سرکوب کنه و به هر حال عقب کشید. اما خب خیلی از دانشجوها همون موقع دستگیر شدن، از سر جلسات امتحانشون به زندان رفتن و زندانی شدن، اما دولت نتونست در مقابل این استقامت در مقاومت دانشجو مقاومت کنه. دانشجویی که دستگیر شده بودن در همون دوران تقریبا تا سال 1120 در زندان بودن. ببخشید من از روی برگه میخونم چون من چند جلسه امروز داشتم و متاسفانه مجبور شدم آنچه را که میخوام بگم و بنویسم که فراموش نکنم. موضوعات جلساتم همه با هم دیگه مختلف و متفاوت بود. یکی از دانشجوهایی که در اون زمان، یعنی گفته یکی از دانشجوهای اون زمان، آقای ابوالحسن ظریفی از دکتر منصور میگه که فعالان مبارزات دانشجویی در سالهای نخست 1320 این فعالیت رو به شدت شروع کردن، این اعتراضات رو شروع کردن، هسته های مختلفی رو تشکیل دادن، سازماندهی کردن برای کارشون و بیشتر در دانشگاه پزشکی بود. چرا؟ به خاطر همون تصمیمی که دولت گرفته بود و قرار بود دانشجو برای سربازی اجباری برن و خدمت بکنن. این دانشگاه ها شامل این دانشگاه هایی که سازماندهی شده بودن و شروع کردن که جنبش رو برای استارت جنبش رو بزنن 6 دانشگاه بود. بعضی از دبیرستان ها بودن، دانشگاه ادبیات بود، دانشگاه پزشکی بود، دانشگاه فنی بود که تشکل های خاصی رو برای خودشون تشکیل دادن با گرایش های مختلف، چپ، مارکسیست و گرایش ملی مذهبی، حتی گرایش ها مختلف بود. در دانشگاه پزشکی این کار با رهبری دکتر نصرالله جهانشاه که از اعضای فرقه دموکرات آذربایجان بود شروع شد، که همون زمان دکتر نصرالله توسط نیروهای حکومت پهلوی دستگیر شد و به زندان رفت. میان جلوتر به انقلاب 57 رسیدیم. در انقلاب 57 هم دانشجوها نقش موثری داشتن. ببینیم وقتی که اصناف میان و اعتراض میکنن، خواسته هاشون صنفیه و خیلی محدوده، اما وقتی که حتی شعاراشون هم محدوده، اما وقتی دانشجو به خیابان میاد شعارها خیلی وسیع میشه، خواسته ها خیلی بیشتره. یعنی دیگه خواسته چرا مثلا امروز دلار اینجوری شد نیست، خواسته ها به پوشش اختیاری میرسه، خواسته ها به اینکه چه کتابی را باید بخونم، چه کتابی رو میتونم تدریس کنم، چرا در دانشگاه رو به خفقان کشیدیم، چرا دانشگاه شده محلی برای تبلیغ دین، محل یک محل ایدئولوژیک شده، تبلیغ ایدئولوژیک دینی اسلامی یا هر چیز دیگه. میخوام بگم وقتی به دانشگاه میرسه، چون شعارها دیگه اون به حالت رادیکال، از حالت رادیکال در میاد و به حالت عمومی میرسه، همه رو، همه اقشار جامعه رو به سمت خودش میکشه، از کارگر، از معلم، از حتی بچه های دبیرستان، همه معترضین در اون شعارها سهیم هستن، خیلی بزرگتر و گسترده‌تر میشه. بعد از انقلاب، بعد از همین انقلاب 57، حالا اسمش رو هر چیزی میذارن، که گروه های مختلف ممکنه در این جلسه باشن، حالا من میگم انقلاب 57،
اعتراضات دانشجویی همچنان بر بپا بود و از اعتراض برای پوشش اجباری، پوششی که حجاب اجباری و همین پوشش اجباری در اصل میشه، تا میایم اعتراض جنبش 85 در آذربایجان که برای توهینی بود که در روزنامه ایران به آذربایجانی‌ها شده بود، میایم جلوتر 78 که توی دانشگاه رو خونین کردن، میایم جلوتر به 88 میرسیم، 85 88 و همین چند روز گذشته. و همیشه حکومت‌ها میدونن که اگر جنبش به دانشگاه برسه پایه‌های حکومت به لرزه درمیاد، دیگه اونجا کنترل واقعا از دستشون در میاد و همیشه حکومت‌های توتالیته که میخوان صدایی از مخالفشون بلند نشه سرکوب بیشتری برای جنبش‌ها دارن، حالا چه جنبش دانشجویی باشه، جنبش کارگری باشه، و سرکوب میکنه همین چیزی که ما الان دارم در خیابان‌ها میبینیم که چقدر از دانشجوها دستگیر شدن در آذربایجان. اونطوری که من در جریان هستم تقریبا 80 نفر فقط بازداشتی بوده، امروز مثلا دیروز 3 نفرشون با قید وثیقه بالای 2 میلیارد موقتا آزاد شد. شما فکر کنید در آذربایجان این تعداد هستش دستگیری، شما فکر کنید در کردستان همینه، در شهرهای دیگه در تهران همینه، حالا چقدر کشته داشتیم، چقدر مجروح داشتیم و زخمی شده داشتیم. اینا همه نشان از اینه که جنبش دانشجویی یک جنبش اعتراضی ساده نیست که شما فکر کنین خب معلم ها میان میگن چرا حقوق ما زیاد کمه، میگن خب ما اینقدر به شما اضافه میکنیم و بارها این اتفاق افتاده و بعد به سکوت وادار شدن. خب اون خواستشون در حد همون مثلا گرفتن احقاق حقوقشون بوده، یا چند سال پیش دیدیم برای گرفتن اضافه کاری هایی که انجام داده بودن و دولت پرداخت نکرده بود و باز این جنبش ها خوابید. اما جنبش دانشجویی همه این اقشار رو در بر میگیره، از معلم، از کارمند، از کشاورز، از ما زنان که داریم برای حق خودمون برابری زن و مرد میجنگیم، تا گروه های LGBT. من دیگه در حال حاضر صحبتی ندارم، اگر شما سوالی دارین، اگر دوستان میخوان صحبت بکنن، من مایک رو به شما تحویل میدم. ممنونم. تشکر میکنم از شما به خاطر توضیحات خوبی که دادین، و حالا من در ادامه یک نکته کوتاهی و دوستانی که دوست دارن در این بحث مشارکت داشته باشن و نکته نظراتشون رو در اتفاقهای اخیر بگن، لطفاً دست خودشون رو بیارن بالا که ادمین‌ها مایکاشون رو رها کنن و در خدمتشون باشیم. همونطور که شما حالا یک تاریخچه‌ای از جنبش دانشجویی گفتید، ما توی این روزها متوجه شدیم که بعد از 12 سال دانشگاه بیدار شدن، نه تنها بیدار شدن و به صحنه برگشتن، بلکه به شکل بی سابقه ای ما متوجه این شدیم که دانشگاه ها تماما توی این اعتراضات حضور پررنگ دارن و دانشگاه های آزاد، ما قبلا کمتر می دیدیم که دانشگاه های آزاد بیان و به اعتراضات بپیوندن. و یک تفاوتی که جنبش دانشجویی در اعتراضات اخیر نسبت به سالهای قبل داشت که برای خود من قابل توجه بود، مثلا حضور دانشگاه‌هایی مثل علوم تحقیقات، حالا دانشگاه تهران شمال، دانشگاه‌های حتی دانشگاه‌های غیر انتفاعی، من امروز دانشگاه فکر کنم شریعتی بود، فکر کنم حالا اون هم جزء دانشگاه‌های غیر انتفاعی محسوب میشه، یعنی دانشگاه غیر انتفاعی، دانشگاه آزاد و بقیه دانشگاه‌ها همراه شدن با دانشگاه‌های سراسری. چون قبلا بیشتر ما وقتی اسم جنبش دانشجویی و فعالیت‌های دانشجویی می اومد، اینها رو می‌دیدیم، یا خیلی من توی یه یادداشتی می‌خوندم مثلا بچه‌های دانشگاه اقتصاد یا دانشگاه کده‌های علوم انسانی در سال‌های گذشته حضور کمرنگ‌تری داشتن در جنبش دانشجویی، و اسامی که منتشر شده بود بچه‌هایی که از دانشکده‌های علوم انسانی و اقتصاد بودن، تعداد دستگیری‌ها بیشتر بود. توی اون یادداشتی که من داشتم
میخوندم و این قسمت من حالا مسئله‌ای که خودم دوست دارم در موردش صحبت کنم و دوستانمون اینجا نکته نظرهای اگر داشته باشن میتونن بهش اضافه کنن، من فکر میکنم که اون ادبیاتی هست که توی ما با حجمی از مقابله با جنبش دانشجویی یا یک نقدهایی به جنبش دانشجویی در این دوره میشه به خاطر ادبیاتی که توی شعارهاشون هست و حالا اون شعار خاصی که اینها توی اون شب بچهای شریف دادن و بعد باعث حمله بر شدن نیروها به اونجا شد، یک حجمی از نقد و انتقاداتی هست به شعارهایی که داده میشه و خیلی ها میگن اینها لومپن هستن، ولی خود من وقتی که دارم توجه میکنم میبینم که اصلا تماما ادبیات و روش اعتراض بچه‌هایی که توی خیابون هستن، نه تنها افرادی که دانشجو محسوب میشن، جوانانی که توی دانشگاه هستن و شعارهایی که داده میشه کاملا متفاوت نسبت به سالهای قبل. یا میبینیم مثلا امسال توی شعارهایی که دانشجوها دارن میگن مستقیما یا دارن میگن مرگ بر خامنه‌ای یا دارن میگن مرگ بر دیکتاتور یا میگن ننگ ما رهبر الدنگ ما یا از این جمله شعارها، یعنی مستقیما دارن حکومت رو نشونه میگیرن و مستقیما دارن شخص ولایت فقیه رو در نظر میگیرن و اصولا اینقدر مثلا رادیکال نبوده توی سالهای گذشته، هرچند که ما رفتار حاکمیت و ولایت فقیه رو با دانشجوها میبینیم که در اتاق فکرشون برای سرکوب کردن از همون روشی که برای کوی دانشگاه استفاده کردن، متاسفانه برای دانشگاه شریف از همون روش استفاده کردن، همون استراتژی رو به کار بردن، ولی ساعتی نگذشته بود که مردم به خیابون اومدن، از خیابون از آزادی تا انقلاب دور تا دور با ماشین هاشون که توی خیابون اعتراضات خودشون رو نشون دادن و در روزهای بعد و حتی دانشگاه های دیگه یا اساتیدی که مثلا نامه نوشتن، اساتیدی که از حضور در دانشگاه خودداری کردن و اینها یک سری نشونه هایی بود که ما میبینیم نسبت به سالهای قبل یک تفاوت هایی و یک گستردگی های زیادی داره. حالا من دوست دارم که بقیه رو بچه ها شما بیان مشارکت کنید و نقطه نظراتتون رو بگید که بحث لطفاً شکل بگیره. من مایکم رو رها می کنم و جناب شایگان بفرمایید، میکروفون در اختیارت. بله، درود عرض ادب خدمت همه عزیزان، مخصوصاً خانم فتای عزیز. بحث دانشجوهاست، خیلی بحث مهمی هم هست. اتفاقا همونطور که خانم محبودی هم خوفتی فرمودن، ببینید من میخواستم این موضوع رو اول بگم که در حال حاضر این جنبش دیگه جنبش دانشجویی نیست، این یک انقلاب رسمیه. یعنی جنبش اول از جنبش زنان شروع شد 3 هفته گذشته و در حال حاضر شکل یک انقلاب واقعی رو گرفته. یعنی دانشجوها، دانش آموزان و مردم، حالا بعضی از اصناف هم به اعتصابات پیوستن، جای خوشحالی داره. فقط سوال من اینه که چرا دانشجویان خودشون تو دانشگاه حبس میکنن؟ ببینید بله، دانشگاه محیط مقدسیه، هیچ نیروی نظامی نباید واردش بشه، اما ما به یک رژیم معمولی طرف نیستیم، ما با جمهوری اسلامی ایران طرفیم. به سادگی میان همونطور که تو سال 78 کوی دانشگاه رفتن اون فجایع رو وجود آوردن، به همین سادگی هم میان درب دانشگاه میبندن و اون تو شروع میکنن قلقم کردن. من فقط سوالم اینه که چرا دانشجویان در حال حاضر وقتی که تمام مردم حمایتشون میکنن میتونن اون اعتراضشون رو از توی دانشگاه بشونن تو خیابون و مردم بیشتر حمایتشون کنن، چرا این کار رو نمی کنن؟ ممنونم. ممنونم. با اجازه شما خودم نمیستم رو باز کردم، حضرت من اصلاحی می کنم، یعنی یه او دستان هم باز شد. بله، این سوال هممون هم هست، ولی خب فکر کنم جوابش کاملا مشخصه. تو من بارها، البته این دوره نم، ولی توی دانشگاه تو من منزل خودمون در کوی دانشگاه بود، امیرآباد زندگی می کردیم ایران که بودم،
و دقیقا صحنه های این کشتارها رو من از نزدیک دیدم. حتی یادم از خیابونمون که می اومدیم بیرون، این سطلاش، حالا اون وقت سطلاش های پلاستیک بود اگر یادتون باشه، لباس های دانشجوها خونی بود، حالا هر چیزی بود و مردم جمع کرده بودن روی سطل آشغال ها ریخته بود. یه چیز واقعا فاجعه ای بود. اما یادتون باشه و یادم باشه که اینو بدونیم، ما به خاطر اینکه به دنیا، ما تازه همین الانم هم بعد از 3 روز که 1500 نفر از ما رو کشتن، بعد از خاوران که اون همه خونریزی شد و بیا جلوتر کشتارها در کردستان، در آذربایجان همینطور، در اعتراضات آذربایجان هم تعداد زیادی شهید یا کشته شده داشتیم، جان باخته داشتیم در سال 85. ما با این همه کشته هنوز نتونستیم به جامعه جهانی بگیم بابا این رژیم، به قول شما که واقعا هم حتی درست و به جای زدیم، این واقعا این رژیم جنایتکاری هست. من فکر میکنم یکی از دلایلی که دانشگاه سنگرشون رو حفظ کردن و از سنگرشون نمیان بیرون به خاطر اینه که اگر اتفاقی براشون بیفته کاملا مشخصه که در دانشگاهی که جای واقعا خونریزی نیست، جایی که دانشجوها میرن اونجا برای کسب علم، یک جای مقدسی هستش، یک جایی هستش که همیشه به عنوان یک انسان‌های شریف، انسان‌های تحصیل کرده در اون دانشگاه دارن درس می‌خونن یا دارن درس می‌دن. این جنایت، من خودم شاید مخالف حکومت پهلوی باشم ولی در این چند روز واقعا این رو گفتم که اینا جنایت‌هایی رو انجام دارن که اگر چند تا جنایتی در حکومت پهلوی بوده واقعا دیگه پاک شد، اصلا صفر شد در مقابل جنایت‌هایی که این رژیم انجام داده. دانشجوها اگر که من فکر می‌کنم، اگر که دانشگاه رو ترک می‌کنن به خاطر اینکه میخوان در اون سنگرشون بمانن و مقاومت بکنن، چون سنگرشون همونجاست. ببینید اکثر دانشجوهایی که در سال 78 هم در کوی دانشگاه کشته شدن، حتی بهشون تجاوز شد، بچه های شهرستان بودن، تمام توی خوابگاه ها بودن وقتی بهشون حمله شد. من یادم همسایه های ما که خود ما هم یکی از اونها بودیم، چندین روز برای اینا غذا درست میکردیم و هیچی نداشتن، حتی لباس هم نداشتن. این بچه ها رو تمام لباساشون رو در آورده بودن. پسرها واقعا من دیدم، اینا عیناً دیدم که لخت بودن، کنار خیابون نشسته بودن. اونجا سنگرشونه، سنگرشون رو میخوان حفظ کنن. میخوان بگم ما در خانه خودمان، به ما داره تجاوز میشه در خانه خود ما، یه کم مونده تانک بیارم توی حیات دانشگاه. در این تصاویر رو میبینیم، واقعا خیلی تصاویر وحشتناکیه. من پری روز یه صحنه رو از دانشگاه علم و صنعت دیدم، کمتر از آوردن تانک نبود، یعنی بازم تانک رو میاری میگی خب بابا این تانکه. یه چیزای وحشتناکی آدم داره در ایران میبینه و من واقعا متاسفم از جامعه جهانی که هنوز این جنایت‌ها رو نمیبینه. داره نمیبینه، آیا نمیبینه که در دانشگاه که محل علم، محل دانش، هم اساتیدی که در اون دانشگاه هستن باید انسانهای شریفی باشن، نه تروریست. واقعا بعضی از استادا که دارن بچه ها رو لو میدن، اونا کمتر تروریست نمیشه اسمشون رو روشون گذاشت. معلم، استادی که میره اسامی بچه ها رو میده و میگه اینا در کلاس نبودن یا اینا دیروز در اعتراض بودن، شما اسم این استاد رو چه میگذاری؟ چیزی از نیروهای امنیتی کمتر ندارم. حالا جواب شما فکر کنم همین باشه که دانشجو میخواد سنگرش رو حفظ کنه و همچین شعاری هم هستش که ما دانشجو میخواد بمانیم و دانشگاه سنگر ماست، میمانیم در دانشگاه و حقمون رو میدیم. فکر میکنم این باشه. سپاس از شما. و حالا یک نکته هم که دوستمون گفت، من فکر میکنم انقلاب هست، این جنبش رو خیلی از تحلیلگرها بهش میگن جنبش جنبش ها،
یعنی جنبشی که به انقلاب هم منتهی میشه و الان جدیدن دیگه از واژه انقلاب براش استفاده میشه، چرا که ما با جنبشی روبرو هستیم که جنبش های دیگه مثل جنبش زنان، مثل جنبش دانشجویی، مثل جنبش کارگری همه حضور فعالانه دارن و دارن تلاش میکنن برای اینکه این تغییرات رو به وجود بیارن. الان من میبینم که خانم جهانبین دستشون بلنده، دوستان اگر مایکشون رو رها کنید در خدمتشون باشیم و نقطه نظرتشون رو بشنویم. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان عزیز و خوش آمد میگم خدمت خانم فتایی عزیز. ممنون که امروز دعوت ما رو پذیرفتین. من یه سوال از حضورتون داشتم. با توجه به اینکه شما خبرنگار آزاد هستین، قطعا بیشتر با تأثیر رسانه‌های جمعی و شبکه‌های اجتماعی آشنا هستید، ممنون میشم در این مورد هم یه صحبتی داشته باشید. اینکه الان که به هر حال یک جو خفقان هست و سرکوب هست، دوستانی که شاید اونقدر شهامت ندارن که وارد اعتراضات خیابانی بشن یا حتی ممکنه که ایران نباشن، چه کاری از دستشون برمیاد و چجوری میتونن مردم در واقع معترض در خیابانها رو همراهی و پشتیبانی کنن؟ مرسی. صداتون رو نداریم. بله. ممنونم خانم جهانبین. من خوشحالم که در این جمع هستم. ازتون ممنونم که منو دعوت کردید. همه دوستانی که هستین وقت گذاشتین. ببینید من خیلی ساده یه چیز ساده رو میخوام بگم. من یه پیج دارم در اینستاگرام که خب در اون پیج مسائل سیاسی نمیذارم، مسائل اجتماعی نمیذارم، چیزای اجتماعی حتی مسائلی که در ترکیه هست، از فعالیت که دارم برای حیوانات انجام میدم، انجمنایی که داریم، تا حتی مشکلاتی که ممکنه مثلا در بین دوستان و آشنا، یعنی از هر آنچه که هست در زندگی من، حتی روزمرگیامو در اون پیج میذارم. کمتر چیزای سیاسی میذاشتم، نه اینکه نذارم، میذاشتم ولی خیلی کم نبود، زیادم نبود. میگم از همه چیز من در اون پیج میذاشتم. قبل از این اعتراضات خب دیدم بازم در دایرکت من میاد، همون شب اول که خب ما نمیتونیم، اگر بریم 1500 نفر سری پیش کشته شدن، صدایی نداشتن، خب تا یه حدی هم من بهشون حق میدم. واقعا من که بیرون هستم باورتون نمیشه، اون اولا یه حالت عذاب وجدان داشتم که بخوام به مردم ایران بگم شما برید تو خیابان، شما برید تو خیابون، برید، چرا نمیرید مردم؟ ولی ببینید دوستان، اولا که من یه گلگی از بعضی از شبکه ها دارم، حالا دیگه نمیخوام اینجا اسم شبکه خاصی بیاری، چون فکر کنم هممون میدونیم که چقدر جریان ما، چقدر جنبش های ما، چقدر مسائلی که در ایران هست از طرف اون شبکه سانسور میشه، گفته نمیشه. اون بماند، به نظر من شبکه ها میتونه نقش، این مدیا میتونه نقش خیلی بهتری داشته باشه. ببینید هر جمله‌ای که ما مینویسیم یا هر جمله‌ای که ما میگیم میتونه تاثیر خیلی زیادی روی بیننده و شنونده داشته باشه. قطعا شما واحد روانشناسی رو خوندین، حالا هر رشته دیگه‌ای که داشتیم، ما روانشناسی داشتیم که جزء دروس عمومیمون هم بود در دانشگاه. ما میتونیم با روان، با همونطور که با جسم مخاطبمون میتونیم ارتباط برقرار کنیم، با روحشون هم میتونیم ارتباط برقرار بکنیم. من خودم شروع کردم با جملاتی که مثلا قصد تحریک نداشتم، فقط میخواستم بهشون بگم شما که در خانه هستین، یه سری بچه ها الان بیرون هست که اونها هم فکر کنید. قبل از اینکه این اتفاق بیفته یکی از فالوورای من اومد گفتش که خب شما که دارین میگین اینطوری، شما که خودتون ایران نیستید. گفتم خب بچه ها ببینید، اگر من ایران، ما که ایران نیستیم، وظیفه‌مون سنگین‌تره، برای اینکه ما حکم یک لیدر رو برای شما داریم. شما تصور کن ما ایران بودیم، هممون ایران بودیم، خب این خبرها، این تصاویر، این اطلاعات، حتی در مورد اینکه اگر پی پی نداشته باشیم بعد چی کار کنیم، اطلاعاتی که در خیابون فلان نیروهای امنیتی بیشتر، در خیابون فلان بریم جمع بشیم کدوم شهر، بالاخره ما هم داریم اینجا زحمت میکشیم.
هرچند که من همیشه خودم معتقدم که انسان ترسویی بودم، آدم ترسویی بودم و واقعا نتونستم اون شرایطی که در ایران بود رو تحمل بکنم و اومدم بیرون، میگم این شجاعتی که این بچه ها داشتن به ما یه دست خوب داد که با مهاجرت به هر نوعش، پناهندگی، پناهجویی، چه میدونم سرمایه گذاری، تحصیل، به هر طریق مختلفی که همه ما این روزها اومدیم این سالها نتونستیم زندگی راحتی داشته باشیم. یعنی اومدیم بیرون ولی هر روز دلمون اونجا بود، هر لحظه داریم فکر میکنیم چه اتفاقی داره تو ایران میفته، امشب کدوم شهر شروع میشه، چرا مثلا فلان شهر نیومد بیرون فلان شهر اومد. ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما حتی یک جمله ما میتونه تاثیر داشته باشه. من این رو در فالوورای روزمره نویسم دیدم، وقتی که شروع کردم نوشتم وای مثلا در خیابون این اتفاق افتاد، چرا ما نمیتونیم حق خودمون رو بگیم، چرا ما نمیتونیم مثلا با هم دیگه باشیم، گروهای مختلف و گروهای سیاسی مختلف، از همه گروه هم توی اکانت های من هستن، همه گروه های سیاسی در اکانت من هستم، شروع کردم که خب باید با هم دیگه باشیم، خب بچه ها اینجوری که حتی در مورد آذربایجان که شب اول و دوم بلند نشده بود، چون من اونجا خب یک چیز مادری هم دارم، شروع کردم آذربایجان باید بلند شه، باز همه منتظر آذربایجان هم. چرا آذربایجان بلند نمیشه، چرا کردستان این اتفاق افتاده، همسایه ما هستش، ما الان نشستیم آذربایجان شده. همین جمله ها شاید باورتون نشه باعث شد که چند تا از فالوورای من که اصلا سیاسی نبودن برن در خیابون و اتفاقا کلیپشون رو برای من فرستادن و حتی یکیشون باتون خورده بود برای من عکسی فرستاد که خیلی ناراحت کننده بود ولی از یه نظر خوشحال کننده بود. میدونی من نمیدونم الان تو این شرایط واقعا ما یه شرایط خیلی بدی داریم، نمیتونیم بگیم ناراحتیم، نمیتونیم بگیم خوشحالیم، ولی من افتخار میکنم به همچین دخترای شجاعی، افتخار میکنم به همچین پسرای شجاعی، افتخار میکنم به همچین مردهایی که در این روزها کنار ما بودن، مردهایی که پا به پای ما قدم برداشتن که ما بتونیم به برابری برسیم. ما هیچ وقت نباید این روزها رو فراموش کنیم، این محبتهای این آقایون رو فراموش کنیم. من واقعا بهشون افتخار میکنم که اینقدر شجاعانه دارن میان جلو و با اون فریاد آزادی سر میدن. امیدوارم جوابتون رو گرفته، ولی من خیلی ساده میگم که حتی با یک جمله، میدونم همه روانشناسی خونید، با یک جمله ای که نه اونا رو تحریک کنیم ولی بهشون بفهمونیم که دیگه دیر داره میشه و نسل بعد از ما همینچنین در استبداد و خفقان داشتن زندگی میکردن، اما مثل من خودم رو میگم ترسو نبودم، ترجیح دادن ایستاده بمیرم. تشکر میکنم از شما به خاطر توضیحاتتون. خب همونطور که باز هم توی صحبت به دوستان اومد، قتل حکومتی مهسا امینی، اولین گروهی که اعتراض کردن و اومدن، دانشجو بودن که اومدن توی دانشگاه تهران و با شعار دادن هاشون این قضیه ادامه پیدا کرد. ما این رو باید برگردیم و هی با خودمون ریویو کنیم. و این خیزش دانشجویی، یعنی این جنبش دانشجویی، اول اومد استاد دانشگاه رو مخاطب و روی کرده انتقادی خودش قرار داد و با این شعار که خیابونا غرق خون، استادامون حرف خون، اونا خواستن که از استاداشون خواستن که سکوت خودشون رو بشنن این دانشجوها. و در ادامه ما لیلی گله‌داران رو داشتیم توی دانشگاه شیراز که حجاب رو از سر خودش برداشت و اعتراض کرد و دعوت کرد اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دیگه و اساتید دیگه و دانشگاه‌های دیگه به اعتصاب، به اعتراض در حمایت از مردمی که معترض هستن. و همینطور این قضیه ادامه پیدا کرد دانشگاه‌های مختلف و در این اواخر هم که ما قضیه دانشگاه شریف رو داشتیم. من اینجا میبینم آقای گلستانجو که دستشون بلنده و میخوان صحبت کنم، لطفا دوستان براشون مایک رو باز کنید. ممنونم خانم محمودی، سلام عرض می‌کنم به همه دوستان. خب دوستان توی جلسه صحبتی رو کردن در رابطه با اجتماعات، من به نظرم که خب هر طی این تاریخی که خانم حاتمی یادآوری کردن، اجتماعات در واقع اعتراضات مختلفی رو مطرح شد در ایران، ولی خب
بعضا اعتراضات منحصر به یه صنف خاصی میشد، کارگر بود، بازاری بود، بعضا شاید بعضی وقتا مثلا دانشجو بود، ولی اعتراضات به نتیجه نمی رسید. من فکر می‌کنم حالا منظورم از اعتراضات همه اعتراضاتی که طی این مدت انجام شده بود این بود که منحصر به یه دسته خاصی بود. به فرض مثلا اگر قشر کارگر اعتصاب می‌کردن یا در واقع اعتراض داشتن، من به عنوان کارمند یا به عنوان دانشجو یا به عنوان هر سنف دیگه عملا خودم رو به این گروه متصل نمی‌دونستم، بنابراین خب من حمایتی نمی‌کردم و متأسفانه به نتیجه هم نمی‌رسید. خب خیلی ها بازداشت می‌شدن، خیلی ها شکنجه می‌شدن و بالاخره به هر ترتیبی دولت می‌تونست یک تسلط کاملی داشته باشه و موضوع رو جمع کنه. ولی هر زمان که به قولی خانم حاتمی اعتراضات از دانشگاه شروع می‌شد، عملا دانشگاه یا دانشجو یه صنفیه که همه قشر جامعه رو می‌تونه در واقع در تو خودش داشته باشه. دانشجوها از خانواده‌های مختلفی هم با حالا بگیم از نظر صنفی با اصناف متفاوت، و وقتی دانشگاه عملا اعتراض بکنه یعنی اینکه یه وجه اشتراکی بین تمام جامعه ایجاد شده. خانم جهانبین که فرمودن که چطور میشه در واقع مثلا همه رو آگاه کرد، تنها وظیفه هر فرد اینه که به حالا به اون اطرافیان خودمون بفهمونیم که این درده که الان ایجاد شده درد همه است. این دیگه اون درد مثلا کاسبه نیست، این دیگه درد مثلا قشر کارگر نیست، اتوبوسرانی نیست، چه نیست، این درد همه است. این رو هر کسی بفهمه دیگه دلیلی برای سکوت نمیمونه، حالا جمهوری اسلامی نباشه، هر حکومت دیگه که باشه، مردم باید اینو بفهمن که به فرض مثلا در اون مقطع اون اتفاقی که داره میفته وجه اشتراک همه است. این رو بفهمن دیگه نه لازم به فراخوان هست، نه لازم به التماس هست، و همه فکر می‌کنم با جون دل هر چی در توان دارن رو میکنن تا بتونن اون نتیجه مطلوب به دست بیارن. ممنون از وقتی که من دارید. خانم محمود، من مایک رو ازتون. سپاس از شما. حالا توی همین موردی که شما به خوبی اشاره کردین، یک مسئله‌ای که به ذهن خود من هم میرسه، ما افرادی که خارج از کشور داریم زندگی میکنیم، حالا بعضی افراد هم اصلا دانشجوان، هر کسی هر جایی که هست به نظر من میتونه اون جامعه رو متوجه این قضیه بکنه. مثلا اگر الان ما بشنویم که به دانشگاه هاروارد حمله کردن پلیس ها و ریختن ما رو دستگیر کردن، بعد اصلا جامعه جهانی فکر میکنه چه عکس العملی نشون میده، اصلا چه اتفاقی میفته اگه همین اتفاقی که توی دانشگاه شریف افتاد این توی دانشگاه هاروارد اتفاق میافتاد، یه دانشگاه بزرگ دیگه، فکر میکنید جامعه جهانی چی کار میکرد، چه اتفاقی میافتاد؟ خیلی خیلی قضیه عجیبه. یعنی شاید برای خودمون چون داریم توی این جغرافیای ایران زندگی میکنیم این قضیه راحت باشه، ولی میتونیم اونها رو هم متوجه کنیم یا حتی با نامه نوشتن به دانشگاه‌های دیگه و جاهای دیگه رو متوجه این قضیه بکنیم و جامعه جهانی رو با خودمون همراه کنیم، افکار عمومی رو با خودمون همراه کنیم که حکومت جمهوری اسلامی داره تمام اقشار و تمام افراد رو مورد سرکوب قرار میده به بدترین شکل، و خشونتی که توی دانشگاه شریف بود به نظر من انگار میخواست یک طوری یک درسی به تمام مردم ایران بده و خشمش رو روی اون بچه‌هایی که ورودی سال اول بودن و عزیز بودن و منابع انسانی ما و سرمایه‌های انسانی ما هستن، با بی‌رحمی تمام بهشون حمله کرد و واقعا خاطر همه ما رو جریحه دار کرد، و ما میتونیم امتداد صدای اونها و انعکاس صدای اونها در جامعه جهانی باشیم و مهری بزنیم بر این استبداد که از هر طرف نه تنها به زنان که به دانشجویان، به فرهنگیان، به همه داره ظلم میکنه و مستبده و باید هم بره. خب من الان اگر دوستان کسی صحبتی و نظری داره لطفا دستش رو بلند کنه که من چون نمیبینم کسی. آهان آقای آهان خانم رضا جهانبین در خدمت شما هستم. خیلی ممنونم خانم محبودی که مجدداً میکروفون رو در اختیار من گذاشتین. در تکمیل صحبت‌های شما میخواستم بگم که خب همونطور که میدونید این جنبش و این اتفاقهایی که داره میفته
دیگه حالت سراسری داره و به جز دانشگاه شریف و کلن تهران، متاسفانه این مسئله توی شهرهای دیگه هم به گوش ما میرسه، بندرعباس، زاهدان و حتی شهرهای خیلی کوچیک که این مسئله، این سرکوب‌ها، این بازداشت‌ها متاسفانه وجود داره. میخواستم که این نکته رو اشاره کنم به خاطر اینکه متاسفانه تریبون قوی ندارن و کسی نیست که اطلاع رسانی کنه و شاید هم خودشون به اون صورت مثل دوستانی که پایتخت نشین هستن شاید شجاعت این کار رو نداشته باشن که بخوان اطلاع رسانی بکنن. ولی میخواستم این نکته رو بگم که این مسئله متاسفانه توی همه شهرها هست و این سرکوب دانشجویان توی همه شهرها و استانهایی که اعتراض کردن و به صف معترضین پیوستن وجود داره. مرسی، میکروفون در اختیارتون. سپاس خانم روزا جهانبین عزیز، به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. بله، تمام مردم این اعتراضات سراسری، این قیام ملیه و دولت هر آن چیزی که در چنته داره رو داره رو میکنه و به هر شکلی که میتونه با بی‌رحمانه ترین شکل ممکن داره سرکوب میکنه و یعنی دیگه کاری نیست که نکرده باشه. ما گفتید شهرهای کوچیک، اینجا به نظر من خالی از لطف نیست که ما بخوایم یادی بکنیم از اتفاق وحشتناکی که توی سیستان و بلوچستان افتاد و همچنان هم ادامه داره. من تا اونجایی که شنیدم نزدیک 80 نفر کشته داده و اینکه حتی من در تماسی که با یکی از دوستانم داشتم که برای اون خطاست، میگفت توی زاهدان الان بعضی از جاها هست که اینها نون ندارن که بخورن، یعنی اصلا نونبویی اصلا خیلی فضای وحشتناکیه و به خاطر نبود اینترنت و همون مسئله که شما دارید میگید، حالا افرادی هم که اینترنت داشته باشن یا هر چیزی شاید اون جسارت و جرأتشو نداشته باشن که بخوام با خبرنگاران یا افراد دیگه ارتباط کنم پیدا کنن، صدای اونها کمتر میرسه و ما خودمون رو میتونیم ملزم کنیم که پیگیری کنیم و اگر اخباری هست حتما به بیرون انتشار بدیم. جناب علیرضا جهانبین، دوستان اگر مایکشو آزاد کنید ما در خدمت شما هستیم. من سلام عرض میکنم به تمامی همکاران و خسته نباشید میگم خدمتتون. در ادامه فرمایشات شما، ببینید خیلی از کشورهای پیشرفته، کشورهایی که به نوعی میخوان آینده کشور خودشون رو تضمین کنن، روی دانشجویانشون و حالا قشر محصل در واقع یک سرمایه گذاری وسیع میکنن. ولی متاسفانه توی ایران برعکسه، یعنی وقتی که میخوان به قول شما یه درس عبرتی بدن، اول از همه میریزن توی دانشگاه ها و شروع میکنن به ضرب و شتم این دانشجوها. من حالا یه نمونه جالبی امروز دیدم از حالا سرمایه‌گذاری که کشورهای دیگه میکنن. یکی از دوستانم داخل اینستاگرام دانشجو هستش داخل کانادا و یک ایمیل از طرف دانشگاه براشون فرستاده بودن برای تمام ایرانی‌ها که میدونیم اوضاع داخل ایران چطوره، ما داستان و اون سرکوب‌هایی که داخل دانشگاه شریف صورت گرفته رو در جریانش هستیم و شما اگر که احتیاج دارید، حالا به خاطر نزدیکانتون یا دوستانی اگر که اونجا دارین، اگر که احتیاج دارین که با کسی صحبت کنید، یک روانکاو یا روانشناس، یا اگر که ترسی دارین میتونید با این آدرس یا با این شماره تماس بگیرید و بهتون خدمات رایگان میدن. یعنی ببینید چقدر دانشجو مهم هستش برای کشورهای دیگه، ولی متاسفانه در ایران میگم اولین کاری که میکنن همیشه یک به صورت سازماندهی شده میریزن توی دانشگاه و دانشجوها رو سرکوب میکنن. من میخواستم اینا رو به فرمایشات شما اضافه کنم و متشکرم از وقتی که به من دادید. سپاس از شما به خاطر اینکه در این بحث و گفتگو مشارکت کردین. خانم حاتم، هر زمانی که احساس میکنید بخواید صحبتی کنید شما مایک رو باز کنید، چون که من کامنت خودتون رو بذارید. من الان آقای شفایی رو میبینم که دستشون بلنده. دوستان مایک رو برای آقای شفایی هم میتونید باز کنید که نظر خودشون رو بگید. من سلام میکنم، خسته نباشید بهتون میگم. من یه جمله رو خانم پونه فرمودن
در رابطه با این که ما که در خارج از کشور هستیم داریم لیدری میکنیم در مملکت، حالا یا تعمدن گفتن یا همینطورشن جملهشون تأثیر میکردن، ولی من باورم اینه که ما در خارج از کشور پیرو مردم ایران هستیم، ما در خارج از کشور دنبال روی مردم ایران هستیم و میتونیم فقط صدای اونا باشیم و حرکتهای اونا رو پخته تر بکنیم، نه اینکه بهشون یاد بدیم. و اصلا من موافق این قضیه نیستم که ما در خارج بتونیم برنامه نویسی کنیم یا ایده بهشون بدیم یا راه بهشون بدیم. من دیدم دوستان میان بعضی هم میگن برین این کارو بکنید یا اون کارو بکنید، این خود داخل کشور خود جوونا تصمیمشون رو گرفتن دارن کارشون رو انجام میدن، ما فقط باید در کنارشون باشیم، همراهشون باشیم و مواظب رسوندن خبرایی که نمیرسه بتونیم از جای مختلف، همون کاری که ایشون زحمت میکشن و دوستان ما در کانون یا دوستای دیگه تلاش میکنن که این اطلاعات رو به همه برسونن، همین کار خیلی مفیده و الان هم در واقع عملاً کار خبررسانی در جامعه جهانی از طریق ایرانی ها خیلی خوب اتفاق افتاده. در کانادا دیدیم چه راهپیمایی شده، در برلین، در شهرهای مختلف اروپا و آلمان و حتی کشورهای حتی مثل استرالیا ما حتی دیدیم اتفاقهای افتاده و این نشانه است که در واقع ما داریم دنبال حرکتهای جامعه جوان کشورمون میریم و اینی که یه روزی ما مبنا رو بر این بذاریم که ما رهبری میکنیم، ما بهتر به شما خط نشون میدیم، من اینو از ذهنمون من خواهش میکنم، من که میکنم، یعنی من اصلا تو ذهنم نیست که یه روزی فکر کنم که من دارم در ایران مثلا به 4 نفر کار یاد میدم، اصلا ما داریم یاد میگیریم و در کنار یادگیری به خاطر داشتن فضای باز و امکاناتی که داریم فقط باید بتونیم کارهای اونا رو تایید کنیم و صحه بذاریم و اونا بتونن به جلو برن. مرسی. من حتی یه سری صحبتم در رابطه با خود وضعیت دانشجویی در قبل انقلاب داشتم، چون خودم هم در واقع این قضیه مطالعه داشتم، صحبت کردم، دانشجوی همون دوره دانشگاه هم بودم و عملا یه چیزایی رو به چشم دیدم، ولی نیازی الان نیست بگم چون بحث خیلی مفصل داره جلو میره. من فقط این یادآوری رو کردم و مایک آزاد میکنم. به درستی اشاره کردید جناب شفایی، ما همه اتفاقات داره در ایران میفته و ما میتونیم انعکاس صدای اونها و امتداد صدای اونها باشیم با اتحاد و هماهنگیمون و هر کدوم بر اساس مسئولیت اجتماعی که داریم، و این کار رو من فکر میکنم در این برهه زمانی به خوبی انجام دادیم و همونطور که شما گفتید نتیجه شد در 150 کشور به طور هماهنگ مردم ایران به خیابان ها اومدن و جامعه عمومی و همچنین افکار عمومی در دنیا رو و همچنین سیاستمدارها رو متوجه کردن که در ایران چه اتفاقی میخواد بیفته. یعنی فردی در ایران به خیابان میرود کشته میشود، فردی در ایران به زندان می رود، فردی در ایران کشته می شود، ظلم بهش می شود. ما فقط داریم انعکاس می دیم با ویدیوها، تصاویر، متنها، نامه هایی که به زبان های مختلف می نویسیم و با اعتراضاتی که در جای مختلف انجام می دیم. خانم فتایی عزیز، اگر شما نقطه نظری دارید چون مخاطب قرار گرفتید، ما شما رو می شنویم عزیزم، بعدش می ریم سراغ فرد بعدی. بله، ممنونم از توضیحاتتون. بله، کاملا من باهاتون موافقم. مگر به کار بردن لغت یا کلمه بعد اشتباه انجام دادم، اشتباه گفتم. من در جواب صحبتی که شده بود که ما چطوری میتونیم بهتون کمک کنیم، مثالی زدم در مورد فالووری که داشتم و اصلا سیاسی نبود و به قول خودش، حالا سیاسی که من نمیتونم اینطوری اسمشو بذارم، ولی واکنشی در مقابل مسائلی که در مسائل سیاسی یا اجتماعی که در کشور انجام می‌شد یا بود، واکنش انجام نمی‌داد. خیلی از بچه‌هایی که الان در توییتر دارن فعالیت می‌کنن، دوست‌مردم نویسا، داریم می‌بینیم که تمام پست‌هاشون به سمت مسائل، یعنی اصلا ما دیگه نداریم کسی که بگم داره سیاسی، داره غیر سیاسی می نویسه یا داره مسائل روزمره شو داره پست می کنه. من منظورم به این دسته از افرادی بودش که
دیدم که خیلی توجه به مسائل و مشکلات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی که در ایران هستش توجهی نداشتن. حالا عمدن نگفتم این صحبت رو، ممنونم که تصدیق کردن صحبت‌های من رو ایشون. منم واقعا نمیتونم به گفتم در یه جای صحبتم هم گفتم که واقعا نمیتونیم ماهایی که بیرون هستیم نمیتونیم به بچه های داخل بگیم چیکار بکنیم و چیکار نکنیم، چون نه در شرایط آنها هستیم که در خیابان هستن، نمیتونیم مثلا خودمون رو جای اونا بذاریم. ما اینجا نشستیم، خود من که الان دارم با شما صحبت میکنم در امنیت کامل هستم و شرایطمون اصلا یه شرایط دیگه است. ممنونم که ایشون تصدیق کردن صحبت های منو، منم دقیقا کاملا به کلمه به کلمه صحبت ایشون اعتقاد دارم. میخوام یه صحبت دیگه راجع به این که ماها که بیرون هستیم چه میتوانیم انجام بدیم یا میتونیم چی کار بکنیم. امروز یکی از دوستای من به من زنگ زد که در همین شهر من زندگی میکنم و خیلی جالب بود، گفتش که ما میخوام یه برنامه در کلیسا بذاریم و یادگیری هستش از شهدا، از جان باخته هایی که در این مدت جان خودشون رو در راه آزادی از دست دادن. شاید به نظر یک جمع کوچکی باشه، شاید به نظر یک کار کوچکی باشه، اما به نظر اینطوری میاد. من میدونم که بچه‌هایی که داخل ایرانن، همین کارهایی که ما داریم میکنیم، همین فیلمایی که ما داریم نشون میدیم، همین خبرهای کوچکی که ما داریم میزنیم، همین همدردی‌هایی که ما داریم میکنیم، همین هشتگی مهسا امینی که چند روز ترند هستش، یا حدیث، یا نیکا شاکرمی که واقعا فاجعه براش اتفاق افتاده، برای ما شاید فقط یک هشتگ باشه که البته همچین چیزی نیست، اما خیلی دلگرمی بزرگی هستش برای بچه هایی که میرن تو خیابون و سینه‌شون رو جلوی گلوله معمولی می‌ذارن. برمیگردیم به صحبت جنبش دانشجویی و اینکه چقدر می‌تونه تاثیر داشته باشه. ببینید، تا امروز، یعنی تا چند روز پیش، هر اتفاقی که افتاده، نسل ما، نسل قبل‌تر از ما که مدرسه می‌رفتیم، ماها هم اطلاع نداشتیم از این مسئله، یا درکش رو نداشتیم، یا علمش رو نداشتیم، نمیدونم اسمش رو چی بذارم، ولی داریم یه چیزهای جدیدی رو داریم میبینیم که من بهشون خودم امروز اسمش رو گذاشتم جنبش بچه های مدرسه. بعد از اینکه جنبش دانشجوهای دانشگاه تهران و بعضی از شهرها اومدن بیرون برای گرفتن حقشون و اعتراض کردن و در خیابان ماندن، واقعا در خیابان ماندن، دیدیم که امروز رو داریم میبینیم که بچه های مدرسه و دخترای دبیرستان میان بیرون، حجابشون رو برمیدارن یا برای مدیر مدرسه اعتراض میکنن، در روی دیوارهای مدرسه شعارها مینویسن، زنگ زندگی آزادی. امروز من یه فیلم برام اومد که نوشته بودم که این همه سال جنایت، مرگ بر این ولایت، یعنی تمام اون شعارهایی که دانشجوها در روزهای گذشته در دانشگاه سر دادن، امروز بچه‌های دبیرستان سر دادن، امروز بچه‌های مدرسه سر دادن. جنبش دانشجویی ریشه همه جنبش‌ها میتونه باشه، یعنی مادر جنبش‌های اعتراضی میتونه باشه و همه رو میتونه بکشونه تو خیابون، از کارگر، اینو چند بار گفتم، از کارگر، از زنان، از بچه های دبیرستانی که امروز همگام شدن، همراه شدن با همه معترضین و در خیابان بودن. من مایکمو میبندم، اگر دوستان میخوان صحبت کنن فرصت داشته باشن همه صحبت. سپاس از توضیحاتی که دادین. خانم ساناز تنهایی عزیز، مایکشون رو باز کنید که بشنویم نظرات این عزیز رو. سلام و وقت بخیر به همگی دوستان، خیلی ممنون که مایک رو در اختیار من گذاشتین. دوستمون خانم پونه، من فامیلی شما رو نمیدونم، متاسفانه عذر میخوام از اینکه فامیلیتون رو نمیدونم. الان اشاره کردیم به اینکه جنبش دانشجویی، جنبش دانش آموزان، جنبش کارگری
من اسم این سری رو جنبش انسانیت میخوام بذارم. یعنی به نظر من این یه جنبش انسانیته، برای اینکه نه تنها توی ایران، نه تنها دانشجوها، دانش آموزان، کارگران، بازنشستگان دارن جنبش میکنن، بلکه ما شاهد این هستیم که تو کشورهای اروپایی، کشورهای آمریکایی دارن از ما واقعا دارن دفاع میکنن. من چیزی که امروز خیلی شگفت زدم کردش، برخلاف اون چیزی که واقعا فکر میکردم و انتظار داشتم، در هفته گذشته همون اواسط شلوغی ها بود، من یه مسئولیتی اینجا داشتم که باید برای دانشجویان شهر فریبورگ توی یک فستیوال غذایی باید غذای ایرانی درست میکردم. من خب عکس مهسا امینی و خیلی بزرگ چاپ کردم و با صورت یه پوستر پشت استند زدم و همراه دو نفر دیگه که اونا ایرانی نبودن این کار رو انجام دادم و هر دانشجو که میومد سوال میکرد که داستان از چه قراره. و برای من عجیب بود که در بین این دانشجوها دانشجوهای ایرانی وجود داشتن، ولی خب بچه های اون دانشگاه اصلا نمیدونستن که موضوع چیه. من تک تک وقتی بهشون غذا رو میدادم بهشون توضیح هم میدادم و در نهایت خیلی هاشون اومدن احساس تأسف کردن، چون تو اون مدت کوتاهی که غذاشون رو رفته بودن حتی بخورن، رفته بودن چک کرده بودن ببینن تو ایران چه اتفاقی میافته. امروز به خاطر تشکر، به خاطر اون همدلیه، اون همبستگیه، به من از طرف دانشگاهشون یه ایمیل زدن که بچه ها حادثه دانشگاه شریف رو متوجه شدن و دارن دنبال میکنن و خواستن که اگر که ما موافق باشیم یه ایونت ایرانی برای اونا اجرا بکنیم، حتی در حد یه سخنرانی. و از اونجایی که ما داوطلبانه این کار رو برای دانشجو کرده بودیم، اونا حاضرن که الان به ایرانی ها اگر که شرایط مالی سختی دارن بابت این بسته بودن حالا اصناف مختلف یا این اعتصاب سراسری، حاضرن که از نظر مالی به ما کمک بکنن، چون طور دیگه قادر نیستن و فقط چیزی که از دستشون برمیاد اینه که هم صدای ما بشن و صدای ما رو برسونن. به خاطر این من این جنبش رو اصلا نمیتونم بگم جنبش دانشجوی یا جوان یا دهه 80. بله، این اتفاق با دهه 80 و جوانان آغاز شد، ولی وقتی نگاه میکنیم و تو دل قضیه میریم، میبینیم که کسایی الان در اوین هم بند شدن که همه رزمندگان 8 سال جنگ ایران و عراق بودن. این صدای خیلی قشنگی داره میرسونه به ما، یعنی که تمام اون رزمنده ها و بسیجی هایی هم که حتی با جمهوری اسلامی بودن الان اومدن ضد جمهوری اسلامی عمل کردن و هم بند هم شدن، هرچند که تو انحصارم، ولی این صداش برای ما این برای شخص من پر از امیده، پر از معنیه. یعنی این همبستگی به جای رسیده که رزمنده ها حتی با هم دیگه همبستگی پیدا کردن. من اینو جنبش انسانیت میخوام بگم و فکر میکنم غیر از اینم نباید باشه، چون انسان ها هر جای دنیا دارن همصدای ما میشن. چیزی که داریم میبینیم این یعنی فقط بسته به یه زن نیست یا به یک دختر نیست، ما کشته زیاد دادیم تا به الانم. این صدا شد و مهسا امینی باعث شدش که صدای ما خیلی بلندتر از همیشه بشه، ولی اون اتحادی که داریم واقعا تو ایران میبینیم خیلی فراتر از این حرفا این سری. خیلی ممنون که ما رو در اختیارم گذاشتیم. سپاس از شما به خاطر اشاره درست و بجات. دقیقا افرادی که در خیابان هستن برای حقوق اولیه انسانی خودشون دارن مبارزه میکنن و این اعتراضات پایش و بیسش بچه حقوق انسانی، اولیه ترین حقوق انسانی که این همه سال ما توی هر قشری از جامعه که بودیم ازش محروم بودیم. در ابتدا یک سری مطالبات سیاسی داشتن، بعد اومدن یک سری مطالبات اقتصادی داشتن و بعد مطالبات اجتماعی، یعنی اینها همه پاسخ داده نشده و همه انبار شده و اصلا هیچ خفقان محض اونجا، و به همین دلیل هست که این افراد اومدن بیرون و مبارزشون برای زندگی نرمال و زندگی عادیه. برای همین هستش که ما میگیم الان
دیگه شاید جایی برای اپوزیسیون و احزاب به اون شکلی که در سالهای گذشته زندگی نرمال مردم رو قربانی اهداف خودشون کردن نیست. اینجا ما با یک شعار روبرو هستیم: زن، زندگی، آزادی، که این شعار داره همین صحبتی که شما میکنید رو میگه. یعنی دقیقا داره میگه که ما داریم برای حقوق اولیه انسانیمون تلاش میکنیم و توی این شعار هم ما داریم اون رو میبینیمش. و اگر این همدلی اتفاق افتاده، اگر این اتحاد به وجود اومده، اگر جامعه جهانی داره توجه میکنه و امتداد صدای ما میشه که 43 سال این افرادی که بیرون از این مرزها هم بودن جلوی سفارت ها رفتن تلاش کردن ولی صدایی شنیده نشد، ولی این بار اینقدر اگر همه گیر شده به خاطر اینکه بیسش واقعا مسئله حقوقیه و حقوق بشر، که همونطور که شما گفتید و ما هم به عنوان فعالان حقوق بشر اینجا هستیم برای اینکه تلاش کنیم و امتداد صدای هموطنانمون باشیم با کنشگری برای اینکه فردای آزاد و برابر برای خودمون و هموطنانمون در ایرانی آباد و آزاد داشته باشیم. دوستان اگر کسی صحبتی داره میتونه دستش رو بلند کنه، مایک رو در اختیارشون قرار بدیم. آهان، من اینجا ببخشید که من این دستای بلند رو دیر به دیر دارم اینطوری میبینم. خانم ولیزاده هستن دستشون بلند. آره. مرسی، شما کمک کنید به من که من اینو خانم ولیزاده مایکو برای شما. سلام، وقت همگی به خیلی خیلی ممنون که من رو در اختیار من قرار دیدیم. صدای من رو داریم؟ بله عزیزم، بفرمایید. صدای من هست؟ بله بله بله. خواستم اینو بگم که یه خانم مهان از اسمشون اینو نمیدونم، ولی گفتن که من کاری به افراد ندارم که سیاسی باشن یا نباشن. به نظر من الان در حال حاضر هیچ کسی داخل ایران سیاسی نیست، چرا که دارن حق انسانی خودشون رو میخوان، چیزی که مربوط به خودشونه، حقوق اولیه خودشون رو میخوان و بهشون این انگ رو میزنن که شما سیاسی هستین و اونها رو به زندان میندازن. ما الان بیاییم نگاه زندانیان سیاسی خودمون کنیم در ایران. خواننده‌ای که یک شعر معمولی رو خوند رفت زندان، مادران و پدران داغداری که حق خون فرزندان خودشون رو خواستن رفتن زندان، نخبگانی که حق یک ملت رو خواستن، حق خودشون رو خواستن، اونها هم رفتن زندان و تمامی این افراد به یه انگ سیاسی بودن به زندان فرستاده شدن. به نظر من هیچ کدام از مردمی که الان داخل زندان هستن افراد سیاسی نیستن و افراد معمولی هستن که در جامعه دارن زندگی میکنن. به نظر من این حکومت جمهوری اسلامی کم مونده تمام مردم رو جمع کنه ببره بندازه زندان، یا فقط خودشون بمونن و کسایی که گوش به حرفشون دن و تابعشون هستن و این افراد فقط بمونه. یه سوال دیگه هم از خانم چیز داشتم، گفتن که دانشجوها دانشگاه رو سنگر خودشون میدونن. من اینطور برام تشبیه شد، اینطوری فکر کردم با این حرفی که زدن. به نظرشون با این حرف اینطور به نظر نمیاد که دانشجوها در کنار مردم نیستن و دارن در جبهه دیگه دارن مبارزه میکنن برای حقوق. چه بسا بهتره که تمامی افراد و اقشار جامعه، چه از دانشجو گرفته، چه از دانش آموز و چه از اقشار مختلف جامعه در کنار همدیگه قرار بگن تا مطالباتشون رو از این حکومت بگیرن. خیلی ممنون که مارک رو در اختیار من قرار دادین. سپاس از شما خانم ولیزاده عزیز. میشنویم پاسخ خانم پونه فتاحی رو. ممنونم از شما. ببینیم در مورد این که
خیلی از آدمایی که اومدن تو خیابون، خیلی از انسان‌ها، خیلی از متعددی که توی خیابون هستن، سیاسی هستن. متأسفانه من با حرف شما مخالفم. به نظر من حتی اینکه چرا گوشی من الان اینترنت نداره، ساده‌ترین جمله میتونه یک صحبت سیاسی باشه. حالا اینکه این افراد دانش آموز هستن، دانشجو هستن و فعالیت سیاسی در گروه خاصی نداشتن و فعال سیاسی نیستن، عضو جایی نیستن، این رو میتونیم بگیم. ولی اینکه سیاسی نیستن متاسفانه من قبول ندارم. وقتی برق خونه ما قطع میشه و ما زنگ میزنیم به اداره و اعتراض میکنیم که چرا برق خونه من قطع شده، این میشه حرف سیاسی. وقتی که من اعتراض میکنم اینکه چرا نان شب ندارم، که خیلی از بچه هایی که الان تو خیابونن این چیز بدی نیست. یادتونه در آبان 98 اومدن گفتن که چرا میگین که اینایی که اومدن تو خیابون اینایی بودن که حالا نان شب نداشت. من اینو بارها دیدم که خیلی معترض بودن به اینکه چرا عده‌ای که اومدن این مسئله رو بیان کردن، این مسئله رو چیز کردن، که اونهایی که اومدن تو خیابون اومدن برای گرفتن نان، آب، برق، هر چیزی که اسمش رو میخوان بزنیم. به نظر من این مسائل کاملا سیاسیه. فردی که میاد تو خیابون و اعتراض میکنه چرا من باید رو سری سرم کنم، این یک جمله هستش که همه حکومت ها از اینکه انتقادشون بکنی وحشت دارن و براشون این جمله سیاسیه. شما در رژیم گذشتم که حالا آزادی پوشش بود ولی آزادی احزاب نبود، مسائلی بود که خب خیلی از آدم هایی که اومدن توی خیابون اومدن که برق نداشتن، اومدن که روستاهایی بودن که آب نداشتن، نمیدونستن تحصیل کنن، اصلا نمیدونستن تهران کجا. همین خود تهران یه منطقه خاصی بود که همه چیز داشت، همون تهران حلبی آباد هم داشتیم. خب اون افراد هم اومدن بیرون و گفتن ما چرا نان نداریم. از نظر من، به نظر ایشون احترام میذارم، ولی از نظر من هر جمله‌ای که به حالت اعتراضی باشه میتونه یک جمله سیاسی باشه. بله، این حرف شما رو قبول دارم که حکومت تا به اعتراض یا حرف نقد از یک شخصی که حتی سیاسی نیست، یعنی یک دختر دبیرستانی که امروز میره بیرون میگه من نمیخوام دوستایی داشته باشم، اون اصلا فعال سیاسی نیست. اون یک انسان، یک زن، یک دختره که یک حق طبیعیشو میخواد، یک حق طبیعی که میگه من میخوام پوششم خودم انتخاب بکنم، اصلا میخوام روسری سرم بکنم، ولی این مدلی میخوام سرم بکنم، میخوام موهامو از روسری بذارم بیرون، به اینکه نه اصلا نمیخوام حجاب داشته باشم. بله، من در این قسمت با حرف شما موافقم که حکومت ها همینطور که شما گفتین همه رو میخواد دستگیر کنه. بله، باید همه رو دستگیر کنه. ببرتون از نظر حکومت های مستبد، هر کسی که نقد بکنه که چرا من امروز آب ندارم، چرا من وایفای هم کار نمیکنه، چرا وایفای رو قطع کردی، از نظر اون میتونه یک آدمی باشه که فعالیت سیاسی داره. وای اگر این الان اینو بنویسه چه اتفاقی برای پایه های حکومت من میفته. متاسفانه من با اون قسمتش که سیاسی نیستم مخالف بودم، ولی بله قبول دارم که این حکومت ها و تحمل هیچ گونه انتقاد از حتی دانش آموزان مدرسه تا دانشگاه نداره. در مورد سنگری که شما گفتین که آیا حرف من این معنی رو داره که دانشجو خودشون رو از مردم جدا بدونن یا یک کار جدا میخوان انجام بدن، نه اینطوری نیست. ببینین، من در مورد اینطوری مثال میدم، در مورد ما زنها، ما وقتی من خودم اگر بخوام در مورد حجاب بیارم اعتراض کنم، اولین کاری که میکنم و میدونم حساسیت حکومت رو برمی انگیزد اینه که روسریمو در بیارم، یا مثلا مانتومو در بیارم، یا لباسمو در بیارم، چون میدونم حکومت از این وحشت داره، از این وحشت داره که مثلا من مانتومو در بیارم یا اینکه روسریمو در بیارم، حجاب نداشته باشم، پوششی که اون گفته نداشته باشم. به نظرم جمهوری اسلامی و حکومت‌های قبلش همیشه از یک جایی که میتونه صدای مردم باشه یا مردم رو
مردم رو بکشونه به خیابون ترس داشته و اونم دانشگاه بوده. همیشه دیدیم که دانشگاه ها بیشترین جاهایی بودن که از نظر امنیتی حتی استادایی که انتخاب می شدن چقدر باید از توی رد می شدن. دانشگاه براتون خیلی مهمه چون می دونن خودشون هم تجربه اینو در 57 داشتن که دانشگاه بود که پایه حکومت رو لرزون یا سوت کرد یا اصلا از بین برد. در این مورد خود دانشجوام همچین نظری ندارن که بخوان جدا از مردم معمولی برن یه جای باستن و بگن حقمون. میدونین که اون جایی که داشتن شعار میدادن که من اسمش رو سنگر گذاشتم این نظر من بود، حتما و قطعا شاید خودشون این نظر نداشتن، ولی در همون سنگری که من اسمش رو گذاشتم شعارهایی دادن که شعارهای مردم معمولی بود، از جمله زن زندگی آزادی. این شعاری بود که در کف خیابونم داده میشد، اما دانشجو در همون سنگر خودشون که من اسمش رو گذاشتم همین شعار رو برای آزادی زنانی که حتی دانشجو نبودن، حتی زنان کارگر و همه مردم ایران این شعار رو در همون سنگرشون که بودن و به خاکوخون کشید جمهوری اسلامی این شعار رو دادن. من میخوام چون خانم اسمتونم یادم رفت یه اشاره‌ای کرد به اینکه این جنبش جنبش انسانیته که واقعا من باهاش موافقم. میخوام اینجا یک مسئله‌ای رو بهتون بگم. ببینین این جنبش، این اعتراض با جنبش‌های دیگه، با اعتراضای دیگه یه فرق دیگه هم داشت. این بودش که دل همه رو به درد آورد. شاید یه دلیلش بود که اطلاع رسانی خوبی شد. شاید ما دسترسی به خیلی از مسائل فنی داشتیم، تونستیم بگیم که چه اتفاقی داره این بار برای مردم ما میفته و جامعه جهانی هم از ما حمایت کردن. یکی از کشورهایی که هنوزم که هنوزه که من اینجا هستم و دارم با شما صحبت میکنم کنار ما زنها ایستاد، هیچ وقت نباید فراموش کنیم که مردم ترکیه بودن. از روز اولی که برای همین این اتفاق افتاد، قضیه مهسا، جنایتی که برای مهسا اتفاق افتاده بود تیتر اول روزنامه بیرون ترکیه شد و در موردش بهش پرداختن. بعد میایم میبینیم که واکنش مدیا که هر روز برنامه هایی هستش که بعید میدونم اسم مهسا توش نباشه، حالا یا عکسش نباشه حتما هست، تا سخنگوی رئیس ریاست جمهوری ترکیه که گفتش که دولت ایران باید که این واقعا این مسئله بی سابقه بود که ترکیه که همیشه رابطه خیلی خوبی با ایران داشته سخنگوی ریاست جمهوریش بیاد و بگه که باید دولت ایران باید یک راهی برای این مسئله پیدا بکنه. 140 هنرمند تا همین الان که من با شما هستم از این جنبش ما حمایت کردن در ترکیه، از خواننده های مختلف، مدلینگ، ورزشکاران، همه با ما بودن. معروف‌ترین خواننده ترکیه ملک موسو در کنسرتش موشو برای به خاطر همدردی با این مسائلی که در ایران بود موهاشو کوتاه کرد. و سزن بود، محسون بود، ابراهیم بود، خیلی از خواننده های دیگه، خیلی از مجری های دیگه، خیلی از ورزشکاران دیگه، حتی آدم های مردم معمولی. من خودم در تجمعی که در آنتالیا بود شرکت کردم، حتی مغازه‌دارهایی که کنار ما وایساده بودن آمدن و عکس مهسا رو گرفتن. می‌دونیم ما نشان دادیم به دنیا که این حکومت جنایتکاره. ما نشان دادیم که واقعا 44 سال به مردم، نه تنها به مردم، به ما زنان رو سرکوب کرده. و حتی کوچکترین حقی که ما میتونیم داشته باشیم و حق پوشش هست اون رو از ما گرفته. وقتی هم اعتراض میکنیم و میگیم به قول همین دوستمون و آدم سیاسی هم نیستش، فعال سیاسی نیست مثل من و شما نیستش، که یک آدم معمولیه میخواد بره خرید کنه، میگه من نمیخوام این رو سر خودم بذارم و برم خرید کنم، میان دستگیرش میکنن، میرن کتکش میزنن، سرشو به جوی آب میزنن، اتفاقات بعد میفته، حتی کشته میشه، حتی خون میریزه، بازم میان میگین چرا اون یک نفر رو کشتیم و خون ریزی کردیم، بازم آدم میکشن، بازم انسان میکشن.
از دانشجو گرفته تا دختر گرفته تا پسر گرفته، میدونین ما با یک همچین حکومتی طرفیم. ولی برمیگردم به جمله‌ای که در مورد دانشجوان بود، اما دانشجوان همونطوری که خودشون شعار میدن همیشه، در حکومت قبلی هم همین شعار فکر میکنم بود. من یه چیزی رو امروز در تویتر خوندم که یکی از دانشجوهایی که در زمان پهلوی برای اعتراض میرفتن گفت این شعار ما هم بوده که دانشجو میمیرد ذلت نمیپذیرد. فکر میکنم این شعار خیلی در این حال که میتونه غمگین باشه پیام خیلی خوبی هم برای ما داره. سپاس از خانم پونه فتایی به خاطر توضیحاتی که دادید. من با نقطه نظراتتون و در ادامه، اول دوست دارم که همکارانم افرادی که دستشون رو بلند کردن صحبت‌ها و نظراتشون رو بگن، شاید توی صحبت‌های دوستان باشه، اگر نباشد من یک دو دقیقه در آخر کار میگم که حالا نظرات خودم در خصوص این صحبت‌هایی که شما گفتید کجاهاش متفاوت نسبت به نوع نگاهی که شما به این قضیه دارید. جناب شفایی ما شما رو میشنویم، دوستان برای آقای شفایی مایک رو باز کنید و این که بشنویم نظرتشون. یه لحظه عذرخواهی میکنم در رو باز کنم برگردم. یه لحظه در خصوص تا آقای شفایی برگردن من از آخر شروع میکنم. در خصوص کشور ترکیه با توجه به این که من در جریان اتفاقاتی که افتاده بودم، کشور ترکیه دوستان از اونجایی که شعار ژن ژیان زندگی برمیگرده به شعار زنان کرد در ترکیه به شدت موضع داشتن در مقابل این قضیه و دولت ترکیه همکاری نکرد با مردم ایران و افرادی که مهاجر بودن توی این کشور. متاسفانه با تمام پیگیری هایی که ما در شهر استانبول داشتیم و با بارها خود من مراجعه کردم و دوستانم، ما نتونستیم تجمعی رو تشکیل بدیم. از دوستهای فمینیست و فعال حقوق زنانمون کمک گرفتیم برای این گرد همایی و جمع کردن، که حتی در روزی که تمام دنیا، مردم تمام دنیا اومده بودن و همراه شده بودن، دولت ترکیه همراهی نکرد. فقط ما در شهر ازمیر داشتیم، در شهر بزرگی مثل استانبول که تعداد افراد زیادی هستن این رو نداشتیم. در روز شنبه فمینیست ها جلسه ای رو در کادیکوی گذاشته بودن که ما اونجا رفتیم و اونجا هم حتی اجازه این نداشتیم که شعارهای فارسی بدیم. بیانیه هامون رو وقتی میخواستیم بخونیم، دوستای فعال حقوق زنانمون سعی میکردن مقابله کنن که پلیس ها به ما حمله نکنن، برای اینکه حتی من کنار خودم به عنوان فردی که اونجا بودم و داشتیم مثلا خب میخواستیم بیانیه ها رو بخونیم، دقیقا حضور داشتم، شاهد حضور افراد زیادی از مردم بودیم، ما نتونستیم به صورت رسمی. بعد از همه این اتفاقات حالا دیروز مثلا جلوی کنسولگری دولت ترکیه اجازه داده که یک تجمعی باشه، پس ما اینجا میتونیم کشور ترکیه رو جز کشورهایی بیاریم که اتفاقا همکاری نکردن با ما. و من اینجا این رو دوست داشتم به شما بگم و دلایلش هم بهتون گفتم که به کجا برمیگرده. جناب شفایی اگر حضور دارید که شما رو میشنویم و بعد هم دوستانم. عرض کنم که من مطلبی که داشتم، سوال شده بود که دانش آموزا رو میزنند، جمهوری اسلامی مثلا فرقی براش نمیکنه. الان آماری که دادن حدود 45% از بازداشت شده ها بچه های زیر 16 سال هستن، یعنی اونا براشون فرق رو میکنه. دختر پسر، همین امروز هم یه کلیپی اومده بود که دخترها رو با میزدن بعد قولی میدادن اذیتشون میکردن که بتونن برن جلو. اما در رابطه با اینکه سیاسی بودن و حق طلبی، اینا دو تا فاصله داره با هم. کسانی که حق طلب هستن و دنبال حق و حقوق ذاتی و شهروندیشون هستن، این افراد رو میشه گفت فعال اجتماعی، فعال مدنی، تیپ یه هم چیزی. فعال سیاسی از دید ما این هستش که کسانی که علاقمندن به قدرت برسند سیاسی هستن، حالا چه از طریق احزاب، چه از طریق اعمال فشار، الان بره تو بسیج، تا
که از بسیج بعد بره سپاه، از سپاه بره فلان قدرت رو بگیره. اینا تیپایی هم که دنبال رفتن به قدرت هم. نوع نگاهمون در واقع در تایید صحبت خانم فکر کنم ولیزاده، ماها به عنوان کسانی که در ایران الان دارن اکتیف هستن، اصلا نگاه سیاسی بر رفتن در قدرت نیستن، دنبال حق خواهیشون هستن، دنبال حقوقشون هستن، میخوان که خودشون به یک حقوقی که ازشون گرفتن بهشون برسن. و اینا اصلا نگاه سیاسی جمهوری اسلامیه که دائم انگ میزنه شما سیاسی میخواین ما رو اینجوری کنین، ما رو اونجوری کنین، شما میخواین بیاین در رأس قرار بگیرین. نه، البته همین حق خواهی عملا نوعی کاریه که نشان دهنده یک نوع سیاست برای رسیدن به حق، نه برای رسیدن به قدرت. نگاه ما با بقیه این فاصله رو داره که ما کسایی رو سیاسی میدونیم که دنبال احزاب و حزب‌بازی و ایدئولوژی هستن و میخوان برسن خودشون به یک قدرتی، به یک رأسی برسونن. این هم من گفتم یه توضیح بدم. امروز هم در دانشگاه یک جلسه ویژه‌ای در دانشگاه ایران، دانشگاه تهران برگزار شده، از تمام هیئت علمی دانشگاه خیلی ها شرکت کرده بودن، دانشگاه مختلف. بحث در رابطه با بررسیه که این وضعی که الان هست، داشتن کار میکردن و کلی آدم ها استاد دانشگاه حرف زدن، آقای ظریف، آقای نمیدونم کی اینا دن صحبت کردن، اما حداد عادل هم بوده حرف زده. خلاصه یه مجموعه بوده که اینا حتی از تلویزیون مدار بسته خود دانشگاه منتشر کردن و یه بخشی هم فیلمشو من دیدم از تلویزیون ایران نشنال برداشته بودن و داشتن نشون میدادن. و عجیب بود برای من که جمهوری اسلامی اصلا به هیئت علمی یک اجازه داده بیاین بشینید شما یک مثلا نگاهی بکنید به وضعیت جامعه، در صورتی که ما میدونیم که تمام این اساتید که انتخاب میشن از یک پروسه عرض کنم تفتیش عقیده عبور میکنن و اصلا انتصابشون بر اساس تواناییشون در میزان چاپلوسی و میزان نوکری بود هستش در واقع. ولی این برنامه رو گذاشتن برام خیلی جالب بود و بعدم نیست که دوستان برن یه گوشی بدن ببینن که این هیئت علمی چه حرفایی زده و چه دیدگاهی رو به نگاه جامعه داشت، که من امیدوارم که در واقع یه روزی برسه که جامعه ما، جامعه علمیش تصمیم گیری بکنه برای رشد جامعه، جامعه علمی تصمیم گیری بکنه برای رشد اقتصاد، در هر موردی این نشست ها وجود داشته باشه. حالا اینم نمیگم که امیدوارم بهشون، ولی این اتفاق داره میفته و مطمئن باشید از ترس، از ترس. و برای این هستش که بگه ببینید من آدم های خوبی هم هستم، کارهای خوب آدم هارم گوش میکنم. حالا تو این میونم یه عضو بحانه میاره، میگه که خب از این به بعد حالا مثلا دوستان میتونن دیگه روسری رو مثلا سرشون نکنن، یا مثلا چه بگم اتوبوس ها رو دختر و پسر میتونن، مرد و زن میتونن با هم سوار شن، این چیزهای اینجوری مثلا فکر کنن، چون اینا ذهنیتشون فقط ذهنیت زنانه است، اصلا ذهنیتشون به حق حقوق واقعی مردم نیست، اصلا نمیدونن حقوق مردم چیه. اگرم نگاه کنید تماما شعارهایی که میدن راجع به هم بحث زن و آقا حالا میخوان لخ بشن، حالا میخوان لباس در بیان، حالا همش همینه. یعنی اصلا به چیز دیگه فکر نمی کنن، اصلا فکر نمی کنن که با بچه مدرسه میخواد، اصلا فکر نمی کنن که این بچه باید در مدرسه اصول یاد بگیره، حقش یاد بگیره. اینا اون چیزاییه که واقعا در جامعه لازمه. و من گفتم یادآوری بکنم، حالا به هر حال دوستانم دست بلند کردن، من وقت زیاد نمیگیرم. ممنون جناب شفایی، چون اون قسمتی که من هم یکم نظر داشتم در مورد همین قضیه بود که شما بهش اشاره کردید. من کوتاه بگم، میگن که توی یک جامعه استبداد زده و دیکتاتور یک زمانی مردم شروع میکنن به اعتراض کردن و اون دیکتاتور و اون مثلا کسی که حاکم هست صدای مردم رو نمیشنوه. بعد از یک مدت
اون شروع میکنه به حرف زدن و مردم دیگه صداش رو نمیشنون و این نشونه های انقلابه. حالا یک زمانی مردم فریاد میزدند و خامنه ای نمیشنید، حالا خامنه ای داره حرف میزنه مردم نمیشنون. دیروز اومد و این همه سخنرانی کرد و ما در ادامه دیدیم که داره چه اتفاق میفته و حالا جناب شفایی بیان توی دانشگاه و هر صحبتی هم میخوان بکنن، مردم دیگر صدای این حاکمان و این مسئول رو نمیشنوند و ما داریم به استقبال سومین انقلاب میریم به امید اینکه یک ایران آباد و آزاد رو به زودی همگی تجربه کنیم در کنار هم توی ایران. جناب شایگان، فکر میکنم اگر درست بگم عدالت رو رعایت کنم، شما باشید، مایک رو آزاد کنید که بشنویم صحبت این همکار عزیزمون. درود مجدد و سپاس از اینکه مجدد من رو پذیرفتید. البته خانم ولیزاده بودن قبل از من، از ایشون عذرخواهی میکنم که پیش از این دارم صحبت میکنم. خدمت شما عرض کنم که من یه چند تا نکته رو میخواستم بگم. یکی این موضوع سیاسی بودن. ببینید، ما توی ایران هر شخصی که اصلا زندگی میکنه سیاسیه. سیاسی نه به این که فعال سیاسیه. شما وقتی با اعدام کردن مخالفی، یعنی با سیاست جمهوری اسلامی مخالفی، با حجاب مخالفی، با سیاست جمهوری اسلامی مخالفی، شما با هر موضوعی که تو جمهوری اسلامی اتفاق میفته مخالفت کنی، پس یه فرد سیاسی است، نه فعال سیاسی. یه فردی هستی که با سیاست جمهوری اسلامی شما زاویه داری، مشکل داری، بنابراین پس ما یک فرد سیاسی هستی. این از این موضوع. موضوع بعدی، یک فلشبک بزنم به سوال اولم که خانم فتایی پاسخش دادن که دانشگاه خونه دانشجوه. خب بله، همه ما میدونیم، همونطور که مدرسه خونه دانش آموزه، کارخونه خونه کارگره، ولی این جواب من نبود. چرا باید یه دانشجو تو این وضعیت امروز خودش رو تو دانشگاه حبس کنه؟ بله، تو دانشگاه اعتراض میکنه و باید سریعا خودش بیاره بیرون. ببینید، هر چقدر قلقم کشتار تو دانشگاه بیشتر بشه، ما نخبه های بیشتری از دست میدیم، سرمایه های بیشتری رو از دست میدیم. من حرفم این بود. و یک نکته دیگه هم که البته فراموش کردم که چی بودی، حالا همین دو نکته بود دیگه. فعلا بازم ممنونم وقت در اختیار من گذاشتی. سپاس از نقطه نظراتتون. همونطور که حالا آقای شفایی گفتن و من هم فکر کنم با این جملهش موافق باشم، و به جای کلمه سیاسی میتونیم کلمه حق خواهی و حق طلبی رو استفاده کنیم. و اینجا من عذرخواهی میکنم از خانم کوسر ولیزاده که شما دستتون رو زودتر بلند کرده بودید، من فکرم یادتون رفت دستتون رو بندازید. میشنویم شما رو. از صدای منو داریم؟ سلام، خیلی ممنون که مجدد ماک رو در اختیار من قرار دادیم. خواستم اینو بگیم که از نظر فعالین حقوق بشر، از نظر حقوق بشر، فرد سیاسی کسیه که برای یه حزب و برای یک سری افراد خاصی، برای یه سری از منافع خودش یا اشخاص دیگران، منافع خودشون یا شخصهای دیگه، یه سری فعالیت های رو میکنن، به این افراد میگن فرد سیاسی. مردم ایران داخل ایران هیچ وقت برای نفع خودشون این کار رو انجام نمیدن، ولی نمیشه گفت که یک فعال سیاسی هستن. این یه حقی هست که تمامی کشورها داده شده. داخل کشورهای همسایه شما میتونید ببینید که یک فرد حق داره پوشش خودش رو انتخاب بکنه. این یه حق عادیه. یه انسان وقتی این حق رو ازش گرفته میشه و این حق رو مطالبه میکنه، یه فرد سیاسی گفته نمیشه. اشاره کردن به قطع شدن برق و آب. قطع شدن برق و آب در کشور ما یه چیز عادیه، ولی در کشورهای همسایه این یه چیز عادی نیست که در تابستان در گرما
آب از یک شهر ایران قطع بشه و مردم تشنه و تو این تابستون به سر بگذرانن زندگیشون رو، و این یک چیز غیر معمولی هست در کشور ما. ایشون اشاره کردن که من خواستم اینو بگم که رهبر توی کشور به رهبر رو پدر یک جامعه میدانن، مثل جامعه هندوستان که گاندی پدر یک جامعه بود، رهبر جامعه ما الان من که پدر خودم نمیدونم چون که آدم چطور بگم، آدم عادل نیست و من انتخابش نکردم و چیزی بوده که به من تحمیل شده، ولی در جوامع دیگه رهبر رو پدر یک جامعه میدونن. من وقتی به پدرم بگم که این حق عادی منه، من لباس تنم نداشته باشم، به پدرم بگم که من لباس میخوام، این حرف من یک جمله سیاسی نیست، این حرف من یک الان من یه فرد سیاسی نیستم با این حرف، خواستم اینو بگم یک چیز عادی هستش و نمیشه به سیاست ربطش داد. ممنون که ما تو در اختیار من قراردیم. سپاس از توضیحات تکمیلیتون خانم ولیزاده عزیز. میریم که به خاطر کمبود وقتی هم که داریم، مهرا اگه من درست بخونم اسمشون رو و حالا به ترتیب بخوام بگم بشنویم. دوستان مایک رو برای دوست عزیزم رها کنید که بشنویم نظرشون. سلام و عرض ادب، صدای من رو دارید؟ بله بفهمید. سلام و عرض ادب خدمت دوستان، خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم. استفاده کردم از نظرات تمامی دوستان، به علت ضیق وقت مستقیم میرم سر اصل مطلب. دوستان گرامی، من نظر شخصی مو خدمتتون عرض میکنم. من هم مثل شما یه ایرانی هستم که دلم واقعا هر شب، یعنی به قول معروف هر شب قلبم ضربانش بیشتر میشه وقتی که اخبار ایران رو میشنوم که بالاخره چه اتفاقی میفته. نظر شخصی من اینه که ما برچسب سیاسی به این قضیه اعتراضات اخیر توی ایران نزنیم. حالا چه این، اولا که ما باید ببینیم تعریف سیاست چیه. توی تعریف سیاست میگن سیاست اتخاذ یه تصمیم شخصی یا گروهیه برای پیاده سازی بهترین راه و روش برای منافع فردی یا گروهی. یعنی تمام ابنای بشر از زمانی که دست چپ و راستشون رو میشناسن میتونن سیاستمدار باشن، سیاس باشن. یه بچه میتونه سیاست داشته باشه که چجوری مامانش رو گول بزنه. پس ما اول باید بدونیم که چه تعریفی از سیاست داریم. سیاست در حقیقت یه فعالیت اجتماعیه که متاسفانه بعضی اوقات به دلیل حق طلبی بعضی از گروه‌های اقلیت که الان میتونیم اون رو دولت بنامیم، میان چیکار میکنن؟ میان بر مبنای حقوق خودشون تعریفش میکنن. ولی اینجا ما یک اشتباه رو به عقیده من جسارت میکنم خدمت بعضی از دوستان، ما برچسب سیاسی به این قضیه نزنیم. اگر ما برچسب سیاسی به این قضیه بزنیم، جمهوری اسلامی ایران این رو میاد ربط میده به سیاست سیاستمداران مختلف دنیا که توی ایران باهاش مخالف هستن. آیا نوید افکاری ورزشکار سیاستمدار بود؟ شروین حاجی پور سیاستمدار بود؟ پزشک وظیفه کهریزک سیاستمدار بود؟ نسرین ستوده سیاستمدار بود؟ علی کریمی سیاستمدار بود؟ نویسنده های ما توی قطعهای زنجیره‌ای سیاستمدار بودن؟ کاریکاتوریستمون، ورزشکارمون، نویسندمون، وکیلمون، کارگرمون، کارمندمون، همشون توی زندانن. اینا سیاستمدار نیستن. گفتم تعریف سیاست یا پالیتیکس یا پالیتیشن به عنوان سیاستمدار. من یه مثال کوچک خدمتتون عرض میکنم که بتونم منظورم رو واضح‌تر و روشن‌تر بگم. این جنبش سیاسی نیست، اما تمام مردم دنیا سیاستمدارن. اما سیاستمداری که بخواد مثل ماکیاول عمل کنه، میدونید ماکیاول یکی از سیاستمداران ایتالیا بود که نظریش این بود که هدف وسیله رو توجیه میکنه. یعنی اگر یک انسان بخواد برای رسیدن به هدفش به هر اقدامی دست بزنه میشه ماکیاولیست، یعنی سیاستش ماکیاولیستیه. ولی یک انسان، یک مربی
سیاستش ایجاب میکنه که برای آینده مملکتش به جوانهاش بیشتر بها بده. پس ما اینجا یک تعریفی رو از سیاست نداریم. ما کلن سیاست رو نظریات افرادی مثل ماکیاول، چرچیل، روزولت میدونیم، یا اینکه کسانی که رئیس جمهور میشن یا نخست وزیر میشن. نه، جنبش امروز ما یک جنبش سیاسی نیست. جنبش امروز ما یک عکس العمل و ریاکشن انسانیه که در مقابل حقوق حقشون که تمام دنیا طبق اعلامیه جهانی حقوق بشر، طبق سنت، طبق وجدان، طبق هر چیزی که شما بخواید اسمشو بذارید ازش محروم شدن و به خاطر این محرومیت اعتراض میکنن. اگر وصله سیاسی بهش بچسبونیم فقط و فقط دستاویزی میشه برای مخالفان و برای موافقان جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی که اینها برانداز هستند. اینها برانداز نیستند، اینها انسانهایی هستند که حقشون رو میخوان. این یک نکته. نکته دوم، ببخشید من اولین بارم از صحبت میکنم. نکته دوم این که کسانی که خارج از ایران اومدن ترسو نیستن، اتفاقا شجاعن که زن و زندگی و خانوادهشون رو ول کردن اومدن اینجا که بتونن زبان داخل مردم ایران باشن. من میدونم خیلی از افراد رو اینجا دیدم که توی ایران همه چیشون مرتب و خیلی عالی دنبال میشده، ولی الان اومدن اینجا. پس ما این ذهنیت رو نداشته باشیم که ای کاش ما توی ایران بودیم. توی ایران بودیم، نمیخواستم اینو بگم، ولی منم بودم، مثل بسیاری از دوستان که توی زندان یک هفته بودم، ضرب و شتم به شدیدترین نحو شدم، ولی الان که اینجا هستم بهتر میتونم کمک کنم. و این که نکته آخر، انسان به امید زنده است، به امید زنده است. امید داشته باشیم، امیدمون از دست ندیم. هیچ دیکتاتوری نموند، پینوشه، چاوشسکو، فرانکو، هیچ کدوم نموندن که اینا بخوان دومیش باشن. ممنونم که فرصت رو در اختیار من قرار دید. سپاس به خاطر صحبت‌های خوبتون. من هم در ادامه میگم بله، دیکتاتور به پایان سلام کن. مردم ما دیگه اومدن و با تمام وجود دارن می جنگن، چه افرادی که در داخل ایران هستن و چه افرادی که در خارج ایران هستن. همه داریم مبارزه می کنیم، با هم دیگه تلاش می کنیم برای اینکه فردای آزاد و برابر داشته باشیم. روزا جهانبین عزیز، ما شما رو می شنویم. دوستان با مایک رو آزاد کنید. خیلی ممنونم. من خیلی سریع دو تا مسئله رو می خوام بگم. یکیش یه نکته هست که می خوام بگم و یکیش هم سوال هستش که خوشحال میشم نظر دوستان رو بشنوم. نکته اول در تکمیل صحبت‌های خانم تنهایی بودن در مورد خانواده شهدا و رزمندگان. چیزی که ما متاسفانه می‌بینیم که جاهایی که نیاز باشه ازش سوء استفاده میشه. می‌خواستم بگم که همونطور که خیلی وقتا خیلی از فیلم‌هایی که دیدیم، یا حتی اگر خودمون شاید جزء خانواده همین شهدا باشیم یا رزمندگان باشیم، چیزی که می‌شنویم این هستش که اون مادری که پسرش شهید شده یا اون خانمی که همسرش جانباز شده، اگر که 8 سال وارد جنگی شد که میتونست اونقدر طول نکشه، به خاطر دفاع از کشور بوده، به خاطر دفاع از ایران بوده. و حتی من چند روز پیش کلیپی دیدم که مادری اومد گفت من اگر پسرم شهید شد به خاطر این بود که کسی به دختران ما تجاوز نکنه، که پسر من اگر شهید شد به خاطر این بود که کسی به خواهرش تجاوز نکنه، زوری بالا سر خانواده نباشه، بالا سر این زنها نباشه. ولی الان چیزی که داریم میبینیم داره توسط خود مردم، حالا یه قشری از کسانی که قدرت دستشونه، این اتفاقا داره میفته. این تجاوزا، این خشونت ها، این ضرب و شتم ها داره اتفاق میفته و هر جایی که به نفعشون باشه میان از این اسم خانواده شهدا و رزمندگان سوء استفاده میکنن و اعلام میکنن که این اعتراضات در واقع اسلام رو هدف گرفته و خانواده شهدا رو. این دو قضیه اصلا کاملا با هم دیگه متفاوته. شاید بعد از اون جنگی که اتفاق افتاد بعضی از آدم‌ها قدرتی گرفتن و از اون قدرتشون شاید سوء استفاده هایم کرده باشن، اما غالب خانواده شهدا و خانواده رزمندگان به این شکل نیست. اینو در تکمیل صحبت خانم تنهایی عزیز می‌خواستم بگم. و یه سوالی هم داشتم از همه عزیزان، دوست دارم نظرتون رو بدونم. همونطور که میدونید خب این تجربه اعتراضات رو ما در سالهای گذشته هم داشتیم، اما هیچ وقت خب قطعا به این گستردگی نشده. سال 88 یا سال 96 وقتی که اعتراضات اتفاق افتاد، همزمان به خصوص در
دانشگاه ها تریبون های آزادی هم برگزار شد که خیلی اومدن صحبت کردن، حالا بماند که بعدش از دانشگاه اخراج شدن یا دانشجوی ستاره دار شدن، منشوری شدن و خیلی اتفاقای بدی براشون افتاد. اما فضای این تریبون آزاد و صحبت مطرح شد و برگزار شد، حتی تک و توک در اعتراضات سال 98. میخواستم ببینم که الان توی این شرایطی که الان هست، اگر که همچین پیشنهادی مطرح بشه، بحث تریبون آزاد، بحث صحبت کردن، بحث این که مردم بیاین مشکلاتتون رو بگین و نظرتون رو بگید، فکر میکنید با توجه به این جریاناتی که الان داره اتفاق میفته و این میزان تلفات، آیا جایی برای صحبت کردن مونده یا این که دیگه امکان صحبت کردن و سازش با این بعد از این اتفاقاتی که افتاده و این میزان از تلفات دیگه وجود نداره؟ اینو دوست دارم نظر خیلی از دوستان رو بشنوم، به خاطر اینکه من میشنوم از بعضی از دوستان که حالا میشه صحبت کرد، میشه خشونت به خرج نداد و یه سری جملات اینجوری من میشنوم. مرسی، میکروفون در اختیارتون. سپاس از خانم جهانبین عزیز. دوستان از این به بعد خواستیم صحبت کنیم، دو دقیقه صحبت کنیم. جناب رایی، من خوش آمد میگم، خیلی خوشحالم که شما در جمع ما هستید و خودم نظری نمیدم. اتفاقا در خصوص سوالی که خانم جهانبین پرسیدن و بقیه موارد، دوست دارم یه تایمی رو، همون تایم کوتاهی که داریم رو بذاریم و بشنویم نقطه نظرات شما رو. جناب شفایی، ما مایک در اختیار شماست، چون الان نوبت شماست. دوستان مایک آقای شفایی رو رها کنید که صحبت. مرسی. من اول کوتاه جواب خانم جهانبین رو بدم. خیر، چون دیگه اصلا خود مردم شعار میدن که اصلاح طلب نم چی دیگه با شما دیگه کاری نداریم، یعنی اصلا مردم دیگه نمیپذیرن، چون چند بار تست شده و همیشه به ضرر بوده. عملا این کلمه خیر حل میکنه قضیه. من برای اینکه بتونم این جلسه رو یک شکل بهش بدم، این اتفاقی که داره میفته یا انقلاب یا حرکتی که داره رو به جلو میره، یه سری اتفاقای بهتری باید بیفته تا این کامل بشه. یعنی یک سری اعتصابات باید بیاد، یه سری همبستگی ها باید بشه. ما اگر یادمون باشه ظرف 4-5 سال گذشته چندین تظاهرات سنگین داشتیم، مثل بازنشسته ها، مثل هفت‌تپه، مثل کشاورزای اصفهان، مثل مردم شهر کرد برای آب، عرض کنم مثل خود ارومیه، دریاچه ارومیه و ده‌ها اتفاقای اینچنینی که همه مقطعی بوده. متاسفانه هنوز اینا وارد قضیه نشدن. یعنی الان من برام عجیبه که چرا کارگران هفت‌تپه وارد موضوع نشدن. چرا؟ چون کارگران هفت‌تپه اون موقع برای حق حقوقشون بود، طبیعی بود، ولی خب الان هم جز حق حقوقشونه، یعنی الان هم چیز دوری نرفته، یعنی اون هم جز کاراشون میتونه باشه، یا بازنشستگان یا معلمین حتی، یعنی اینا لازمه، اینا که در اعتصابات بودن. اما بعضی از جای دیگه که هنوز اون شکل اعتصاب نگرفتن، مثل صنایع فولاد، صنایع آب، صنایع برق، مثل پتروشیمی، مثل گاز، اینها هم امیدواریم یه روزی به ذهنشون برسه. حتی امروز شنیدم در پتروشیمی یک فراخوانی داده شده، ولی بایستی اینا وارد این موضوع بشن. و یه سری هم کارمندان هستن، حالا کارمندایی که در واقع تو ادارات هستن، حتی اساتید دانشگاه هستن که یه تعدادی وارد این قضیه شدن، ولی هنوز خیلی هاشون نیومدن تو این قضیه. کامیونداران میشه گفت، خود فرودگاه، هواپیمایی ها، دیگه از کنم حتی خود خلبان ها، یعنی واقعا همینطور که الان ما بینیم ورزشکارا، یه سری از هنرمندان وارد این قضیه شدن و حمایت کردن از مردم. خلبان ها هم خیلی خوبه وارد این قضیه بشن، حمایت بکنن، این اتفاقا بیفته. من در واقع امیدوارم و نگاه مثبت دارم به این انقلابی که در راه هست و امیدوارم که این جماعت هم وارد این قضیه بشن. من حیف که وقت کمه و من دیگه ادامه نمیدم تا یه فرصت بعدی بتونم صحبت کنم. سپاس جناب شفایی به خاطر نکته نظرات بسیار خوبی که گفتیم. بیشک اعتراضات و استقامت و مقاومت مردم و همراه شدن اون
اعتصابات با هم دیگه میتونه ما رو به نتیجه برسونه. من جناب افشارزاده رو دیدم که دستشون بلند بود، حالا نمیدونم خودشون دستشون انداختن یا اینکه فعلا نمیخوان صحبت کنن. جناب خب آقای افشارزاده، مایک رو برای آقای افشارزاده باز کنید، بچه‌ها صحبت کنید و من فکر می‌کنم پایان بخش رو جناب رایی ما داشته باشیم، یه جمع‌بندی و یک نقطه نظراتشون رو بشنویم، خیلی خوب میشه و جلسه پرباری میشه و همه دست پر میریم بیرون. میشنویم شما را جناب افشارزاده. با سلام خدمت همگی. یکی از دوستان درباره سیاست صحبت کردن، من می‌خواستم یه صحبتی کنم و بعد صحبت خانم جوانبین. یکی از بزرگترین مشکلاتی که مردم دارن در حال حاضر، کسایی که داخل ایران هم خب مشکلات رو میدونیم، ولی موضوع اینه که داخل ایران دارن میجنگن که آزادی و حقوق اولی انسانیش رو به دست بیارن، ولی در خارج هستن گروه هایی که دارن فعالیت میکنن که اگر حکومت برگشت اونا استفاده کنه از امتیازاتی که به دست میارن. و سرتیتر اولشون هم اینه که ما سیاسی نیستیم. یعنی ما سیاسی نیستیم و ما میخوایم به حقوقمون برسیم. ولی مگه میشه تو ایران باشی و سیاسی نباشی؟ یعنی یکی از عوارض یه حاکمیت طولانی مدت دیکتاتوری دینی حالا تو ایران و این خیانتی که این روحانیان کردن به مفهوم کلمه، یه پدیده رو به وجود اومده به نام سیاست زدگی، یعنی دل زدگی از سیاست و هر چی که به سیاست مربوط بشه. و یه جمله بسیار معروفی هم همه میگن تو ایران، یه سیاست پدر مادر نداره. ولی موضوع اینه که وقتی ما از این جمله استفاده میکنیم باید بگیم شاید ما دنبال سیاست نریم، ولی سرانجام سیاست به سمت ما میاد، سرانجام سیاست سراغ ما میاد و خیلی خوبه که ما به سمتی نریم که نتیجهش باشه بیسوادی سیاسی. چون ما انسان تو جامعه داره زندگی میکنه، ما جدا از جامعه نیستیم. یعنی انسان چه بخواد چه نخواد یه موجود سیاسی میشه. ولی اینکه این چیزی که به عنوان سیاسته فقط وابسته به یک گروه، به یک حزب، به یک قشر خاص نباشه، در اون مسیری باشه که نتیجهش رو همه مردم به دست بیارن. سرنوشت خوبیه فقط برای یه گروه خاص نباشه. و آقای شفایی گفتن دیگه مردم از اون عبور کردن، دیگه نمیگن حالا اصلاح طلب بهتره، اصولگرا سخت میگیره به حجاب، اصلاح طلب بهتره. و این به نظر من، این که میگه یه نفر میگه من سیاسی نیستم، خودش اینو سیاسته، ولی از سیاستیه که به نفع خود شخص داره استفاده میشه و ربطی به مردم نداره. و یکی از بزرگترین مشکلاتی که الان وجود داره، مخصوصا کسانی که الان ما تو شبکه‌های اجتماعی داریم میبینیم در خارج ایران دارن فعالیت میکنن، شاید در ظاهر برای مردم دارن فعالیت میکنن، ما تو آمریکا هست، تو چند تا کشور برگزار کردن، ولی وقتی نگاه میکنیم به نوع رفتارشون، نوع کلماتشون، می‌بینیم اصلا ربط به مردم ایران نداره. بیشتر دنبال این هستن که خودشون رو رهبر، لیدر نشون بدن و اگر ایران به اون نتیجه رسید پای اونا نوشته بشه، سودشو ببرن. و این به اونایی که ناآگاهانه و به دلیل تلقین این رسانه‌های حکومتی، قدرت لابی‌ها میان از سیاست صحبت می‌کنن و تر و تز من سیاسی نیستم رو بروز میدن، این باعث میشه که اون نوع سیاستی به وجود بیاد که اگرم به نتیجه برسه هیچ کدوم از مردم سودی نمیبرن. سود که پول نیست که، سود یعنی که آقا منی که الان ترکیه هستم 24 ساعته استرس این نداشته باشم که خواهر من که تو ایرانه، پدر من، مادر من بلای سرشون نیاد. دیگه حق حیات دیگه ساده ترین چیزیه که من برای خانوادم بخوام، ولی همین هم الان نداریم در حال حاضر. برای همین اگرم قرار کسی فعالیت سیاسی یا تو اون زمینه انجام داده بشه، باید تو اون مسیری باشه که برای همه مردم باشه، نه برای گروه و فرد خاصی.
نه برای سوء استفاده از شرایط. حالا زمان که آمد با تصمیم خیلی دیر رسیدم نمیتونم بیشتر صحبت کنم. در اون مورد صحبت خانم جهانبین هم خواستم بگم که خانم جهانبین یه نگاهی به حالا ما توییتر بیشتر فعالیت میکنیم بندازیم میبینیم که کلن دیگه مردم بریدن، یعنی اصلا هیچ راهی نداره، یعنی تا یه جایی میشه با یه حکومت صحبت کرد، تا یه جایی میشه تحمل کرد، ولی این حکومت خیلی وقت بود که این کار رو انجام داده بود، خط قرمزا رد کرده بود، ولی با قتل مهسا امینی دیگه تحت هیچ شرایطی راهی رو نذاشته. شاید اون یه روز اول یک ساعت اول فقط یه موضوع حجاب بود، دیگه الان حجاب مهم نیست، مردم آزادی خودشون رو میخوان. به وقتی توییتر نگاه میکنیم پیام رو، اونایی که ارزشی هستن میگن ها فردا میخوان مثلا خانوما لخت بده، تو ذهن اونا اینه که فردا اگه مثلا انقلاب بشه همه میخوان با لباس زیر بگرن تو خیابون، یعنی این تو ذهنش میشه گرفته اینجوری بار اومدن. و به نظر من تحت هیچ شرایطی با این حکومت نمیشه راه اومد و صحبت کرد، و شخصا امیدوارم و امید دارم که این انقلاب شکل میگیره و این حکومت میره و حداقل من میتونم خانواده‌مو ببینم. با تشکر. سپاس از جناب افشارزاده به خاطر صحبت‌هایی که کردن و نکات خوبی که بهش اشاره کردن. دقیقاً دیگه مردم همش دارن میگن اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تمام ماجرا، این اصلا جایی برای صحبت کردن نذاشتن و هیچ مماشاتی ندارن. این دقیقاً میخوام بهتون بگم همون لحظه انقلابی دیگه، از اون موقع دیکتاتور صدای مردم رو نمیشنید، الان مردم صدای دیکتاتور رو نمیشنوند، و این یعنی انقلاب و ما داریم به پیشواز انقلابمون میریم. جناب رای عزیز خوشحال میشیم که نقطه نظرات شما رو بشنویم. ما تو دوستان و هم قبل از ایشون آقای شفایی میخواستن صحبت کنن، من میکروفون رو برای شما باز میکنم، بفرمایید. بله خیلی ممنون، با درود به شما، میبخشید من دیر اومدم چون بیرون بودم و نتونستم زودتر برسم. من چند تا نکته، من تو بحث شما چون نبودم خیلی از صحبتهایی که بین شما بود و نمیدونم، اما این نکاتی که شنیدم به سر نظرهایی که شنیدم چند تا نکته رو مطرح میکنم. یکی این استش که با عکس العمل نمیتوان هویت پیدا کرد. من هر چه بگم مخالف یک چیزی هستم این نشان نمیده من چه هویتی دارم. هر پدیده‌ای لازمه ابتدا خود رو تعریف کنه و نشان بده چه هست. حتی اگر یک جنبش هست و یک جنبش عمومی هست، لازمه بدانیم چه می‌خواهیم، جنبه اثباتیش چیست، جنبه سلبیش که تمام جنایت‌هایی که رژیم ولایت فقیه می‌کنه و یا تمام نیازهایی که برآورده نمیشه سر جای خود. اما ما اپوزیسیون رژیم خود رو بنامیم صحیح نیست. دلیلش اینه که خود رو در رابطه با رژیم تعریف میکنیم، یعنی اون یک چیزی هست ما در مخالف او هستیم، در صورتی که ما این که هر یک چیزی هستیم، رژیم بر علیه اون چیزی که ما هستیم کودتا کرده، در واقع تخریب کرده اون چیزی که ما میخواییم. آن چرا که ما میخواییم حاکمیت خودمونه، حاکمیت حقوقی خودمونه، و موقعی که این رو مطرح میکنیم تمام اون چیزهایی رو که رژیم داره خلاف اینه. شما محال پیدا کنید به یکی از حقوق، یک حق از بین حقوق که رژیم به اون احترام بذاره، نیست، وجود نداره. نکته دومی که توجه داشته باشید، باید داشته باشید نسبت به جنبش اینه که انقلاب زمانی اتفاق میفته که اصلاح غیر ممکن میشه. پس بنابراین موقعی که ما جنبش میکنیم و اون تمایل داریم که این جنبش به جنبش عمومی تبدیل بشه، یعنی در درون رژیم هم ریزش بشه، به دنبال در واقع تغییر ساختاری هستیم. هر رژیمی که این تغییر ساختاری رو بپذیره اصلاح ساختاری رو پذیرفته، اگر نه به جایی میرسیم که حیات مردم در مقابل حیات رژیم قرار میگیره و این جنبش ادامه پیدا میکنه تا رویداد انقلاب اتفاق میفته. انقلاب یک استراتژی نیست، انقلاب یک رویداده. چرا یک استراتژی نیست؟ برای اینکه شما جنبش میکنید، رژیم اگر توان خود همکاری داشته باشه، توان کوتاه آمدن داشته باشه، توان عقب نشینن داشته باشه،
اصلاح ساختاری به وجود میاد. در فرانسه 1968 این اتفاق افتاد. بیشتر از سال 57 ایران اونها جنبششون به اصطلاح گسترده تر بود، اما چون رژیم حاکم این توانایی رو داشت که تغییر ساختاری بپذیره، کار به رویداد انقلاب میکشید. یک نکته این، نکته دیگه توجه داشته باشیم که در رابطه با یک رژیم مستبد و یک رژیمی که تمام میل به تمامیت خواهی داره، نمیتوان مطالبه محور شد، لازمه تمام حقوق رو خواست. رژیم آپارتاید جنسی به کل باید از بین بره، نه اینکه یه ذره روسری خانوما بره عقب. رژیم ضد حقوق تمام انسان لازمه به طور کامل بره کنار، یعنی تغییر ماهیت رو ما میخواییم از کجا؟ از قدرت مداری، از تمامیت خواهی به طرف تمام حقوق، نه بعضی از حقوق. حقوق یک سیستم هستن و این حقوق همدیگر رو میطلبن، همدیگر رو تایید میکنن و با هم یک منظومه تشکیل میدن. امکان این که ما مطالبه محور بشیم یا تقدم و تأخر ایجاد کنیم نیست. توجه شما، به عنوان مثال برای شما بگم، آیا شما میتونید تصور کنید که نلسون ماندلا در افریقای جنوبی بگید حالا یه ذره آپارتاید بردارید؟ شدنی نبود. گفت آپارتاید برداشته میشه. رژیمی که رژیم خونخوار افریقای جنوبی کوتاه آمد. پس شما انعطاف ناپذیر بر روی تمام حقوق که بیستید، طرف مقابل کوتاه میاد. اون زمان البته تحریم های تمام جهانی علیه افریقای جنوبی بود و رژیم افریقای جنوبی به زانو در اومد. پس بنابراین توجه داشته باشیم. اما در مورد با سیاست، ما سیاست یا تدبیر امور و موقعیت شناسی هست و یا تدبیر گرفتن قدرت، نگه داشتن قدرت و حفاظت از اون قدرت هست. این تعریف ماکیاولی این دومی هستش. در اینجا حاکم دروغ میتونه بگه، زور میتونه استفاده بکنه، این مردم هم که نمیتونن استفاده بکنن و بنابراین در یک رابطه‌ای که مردم رو منفعل میبینه، خود رو فاعل میده قرار میده. اما شما میتوانید رابطه سیاست رو تدبیر امور، تدبیر مسائل خودتون، طرح نیازهای خودمون، فرصت‌هایی که پیش میاد، استفاده از اون فرصت‌ها بدونید. در این حالت مردم هستن که سرنوشت خود رو تعیین میکنن. در اون حالتی که قدرت، نگه داشتن قدرت و در واقع بر قدرت نشستن و حفظش هستش، اونجا سرنوشت برای مردم می‌نویسن، میخوان از بالا مردم رو تغییر بدن. در این سیاست تدبیر امور، سیاستی که حقوق رو میخواییم و کوتاه هم نمیاییم حتی از یک حقوق و زمان اجرای حقوق هم بلافاصله بعد از تجاوز به حقوقه، نه بعدها، در اینجا ما این که سرنوشت خودمون رو مینویسیم، ما این که میتوانیم نوع رابطه هایی رو که میخواییم، نوع اداره جمعی رو که دست خودمون میخواییم رو تعیین بکنیم. از بنابراین زمانی که صحبت میکنیم از جنبش، زمانی که صحبت میکنیم از سیاست، زمانی که صحبت میکنیم از تحول، لازمه که توجه داشته باشیم همه اینها یا در جهت حذف قدرت که دشمن حقوق هست هستیم، یا اینکه در به دنبال تعدیل قدرت، تقسیم قدرت هستیم. قدرت رو تقسیم هم که بکنین دوباره اون دینامیک خودش رو داره، همون اجزایی که تقسیم کردین دوباره رشد میکنه، همون قدرت قبلی میشه. اما موقعی که شما میایید میگویید که من سیاستی رو اتخاذ میکنم که رأی میدم به حاکمیت خودم، رأی وسیله ای است که تنها استفاده از اون برای حاکمیت من مورد قبول منه، هیچ حاکمیت دیگه‌ای این گونه این خاصیتی که من میخوام نداره. اون چه من میخوام اداره جمعیه، یعنی من نمیخوام یکی برای یکی حکومت کنه. اما اون سیاست دیگه، سیاست بی پدر مادر که بهش میگن یا سیاست ماکیاولی که بهش میگن، اون سیاستی هست که یه عده‌ای به اسم فرد، به اسم نهاد و مؤسسه، به اسم نخبه و به اسم انواع اقسام حاکمیت های بر مردم هستش. پس اگر نخواهیم از بالا کسی بر ما حکومت کنه، برای ما سرنوشت تعیین کنه، خودمون باید تغییر کنیم. تغییر که بکنیم از پایین، بالا هم تغییر پیدا میکنه. پس دو نوع تغییر داریم، تغییر از بالا و تغییر از خود ما. اون کوه یخی بیرون قدرت و زوری که میبینیم
قسمت بدنش در خود جامعه بین ماست، در بین ما زورگویی هست، در بین ما راحل هایی که به زور آلوده هستن هست، در بین ما این فکر وجود داره که بالاخره یه جایی از جاهایی باید از زور استفاده کرد، در بین ما این فرصت این فکر وجود داره که حالا من اگه پاک باشم به جایی نمیرسم، حالا یه مقدار تقلب بکنم، یه مقدار رشوه بدم، یک مقدار هم جنس رژیم بشم، بالاخره به یه جایی یه چیزی بخور نمیگیرم میاد. پس موقعی که ما نخواهیم تغییر کنیم به جایی میرسیم که خودمون از دست خودمون ناامید میشیم، یعنی ناامیدی میشه در واقع اشتباه اول ما. ما موقعی که بنا رو بر این میذاریم که درسته که ایراد داریم اما توانایی های زیادی داریم و ما میتوانیم که با این توانایی های خودمون ضعف ها رو برطرف کنیم، اولین توانایی که ما داریم، مهمترین توانایی که ما داریم به عنوان انسان اینه که حقوق طبیعی ماست، ذاتی ما هستش، و بنابراین موقعی که همچین چیزی رو داریم چه نگرانی داریم از این که نتوانیم. ما نگاه میکنیم، ایرادها رو میبینیم و میتوانیم بگوییم چه میخواییم. ما چون خودمان میتوانیم دموکراسی رو میخواییم، ما چون دموکراسی میخواییم دخالت نمیخواییم، بنابراین استقلال میخواییم. ما چون دموکراسی میخواییم میخواییم خودمون تعیین کنیم که چه نوع آزادی هایی داشته باشیم و چه نوع به دست آوردن و فرمی از اداره جمعی رو داشته باشیم. ما چون دموکراسی میخواییم عدالت اجتماعی میخواییم. عدالت هم ترازوی است که حق رو از باطل نشون میده. ما میخواییم عدالتی داشته باشیم که در اون خود ما و بچه های ما همه بتونن از امکانات رشد استفاده کنن. من زیاد حرف زدم، میبخشید، خیلی ممنون، مرسی. سپاس از شما به خاطر مشارکت و نقطه نظرات خوبی که ارائه دادیم. جناب شفوی شما رو میشنیم و بعد هم خانم فتحی. مرسی، خسته نباشین. جناب ابراهیم تشکر از لطفتون که تشریف آوردین. من خواستم از خانم فتحی خیلی تشکر کنم، زحمت کشیدن، تشریف آوردن، اطلاعات بسیار خوبی در اختیار ما قرار دادن و خوشحالم که در جلسه تا پایان هم حضور داشتن. خوشحال میشم که یک جمع‌بندی و یک ماحصل اندیشه‌ای که به نظرتون میاد به این جمع ارائه بدید و بفرمایید. من خیلی متشکرم از شما. خسته نباشید خانم محبوب. اول تشکر می‌کنم از همه دوستان که وقت گذاشتن و این جلسه رو اومدن و کنار همدیگه بودیم و نظرات مختلفی داشتیم، موافق بودیم، با هم دیگه گاهی مخالف بودیم. قبل از اینکه من صحبت بکنم برمیگردم به اسمشونم که یادم رفت متاسفانه صحبتی شدش که من از طرف خودم گفتم که من آدم ترسویی بودم. بازم واقعا این اعتقاد رو دارم و تکرار میکنم منم آدم ترسویی بودم. من یادمه که سال 89 ده روز بازداشت بودم و توی اون بازداشت، روزای بازداشتی که بودم، همش میگفتم اگر بیام بیرون دیگه نمیام تو خیابون. یعنی خب من بعد آدم بعد واقعیتش رو بگم، من واقعا آدم ترسویی بودم. به خاطر ده روز که بازداشت شدم مدام با خودم عهد کرده بودم که اگر اومدم بیرون از بازداشتگاه دیگه وارد خیابون نمیشم و از کشور خارج میشم، که همچین اتفاقی هم افتاد. البته چند ماه بعدش، چون من بعد از این که از بازداشتگاه اومدم بیرون کارم رو از دست دادم و دیگه اون وقت گفتم باید از این کشور برم. فکر میکردم اگر از ایران بیام بیرون میتونم زندگی خوبی داشته باشم. حالا زندگی خوب معنی منظورم اصلا نیست اشکال از نظر مادی، نه، زندگی خوب همین چیزی هستش که حالا من اینطور معنی میکنم که آقای افشارزاده گفتن که دلنگران نزدیکانمون نباشید. که من همین الان که اینجا هستم چند بار به بستگانم در تهران زنگ نزنم که شما دانشگاه میرین، دانشگاه نمیرین، یا اگر میرین باید مراقب باشین، اگر میرین در خیابان باید مراقب باشین. این واقعا از نظر خود من این سالهایی که من بیرون بودم که خیلی سال زیادی هم هستش، من فکر کنم 12 سال دیگه شده بیرون بودم،
همش دلم در ایران بود، یعنی هر روز داشتم فکر می‌کردم که حالا ایران الان امروز اینجا مثلا شروع شد، امروز این فامیلم یا بستگانم از دست دادم، حتی نزدیکترین افراد خانواده‌ام نتونستم چه در مراسم شادیشون و چه در مراسم غمشون کنارشون باشم. من بازم اینجا اعتراف میکنم در بین این دوستان عزیزان، کارشناسان، فعالین که من واقعا آدم ترسوی بودم. دارم میبینم الان بچه هایی که میرن تو خیابون و قلبشون رو میذارن جلوی گلوله، کاری که شاید من اگر اون سال و امسال من اگر این کار رو میکردیم، اون سالها این اتفاقات، این فجایع 1500 نفر در 3 روز دونه دونه بچه هامون رو داریم هر روز از دست میدیم، شاید اگر من اون روز نمی ترسیدم، شاید اگر ما اون روز نمی ترسیدیم اتفاق بهتری رقم می خورد. به هر حال این نظر شخصی من بود، من از خودم گفتم و بازم تکرار می کنم، من انسان، من یک ترسو بودم و کشورم رو رها کردم. با رفتن، با مهاجرت واقعا نتونستم اون چیزی رو که از زندگی می خوام، همین که کنار بستگانم باشم. شاید اینجا از خیلی از نظرها من زندگی خوبی داشته باشم، ولی همین که شب میخوابیم و داریم فکر میکنیم که تا صبح چه اتفاقی برای نزدیکامون میفته، تا صبح چه اتفاقی برای همسایه‌مون میفته، اصلا چی میشه در ایران، اصلا همسایه فامیل چی در شهرهای مختلف قرار چه اتفاقی بیفته، واقعا چه بلایی داره سر مردمیه. یادمون باشه ما 3500 نفرمون رو از دست دادیم، بهترین هایی که میتونستن الان برای ایران خیلی مؤثر باشن، حتی دسترسی نداشتیم که ازشون حالشون رو بپرسیم، راه ارتباطیمون هم قطع شده بود، در کشور خودمون نبود، بیرون بودیم، شاید اگر اونجا بودیم میتونستیم خیلی بهشون کمک های زیادتری بکنیم، گرچه اینجا هستیم به قول دوستمون میتونیم کارهای مؤثرتری یا بهتری به هر حال بهشون کمک کنیم. همین خبرها که میتونیم به گوش دنیا برسونیم که واقعا چه اتفاقی، چه فجایعی داره در ایران اتفاق میفته، خودش هم میتونه گام موثری باشه. از همه دوستانی که اینجا بودن، از شما که منو دعوت کردید، قابل دونستی که کنارتون باشم، ازتون ممنونم. امیدوارم یه روز این جلسه رو که بذاریم و تعداد بیشتری باشن و اون روز روزی باشه که ما واقعا نجات پیدا کردیم از جمهوری اسلامی و هممون داریم نفس راحت میکشیم، چه زن، چه مرد، کارگر، دانشجو، همه کنار هم میتونیم یک زندگی نرمال رو که همه یه حتی کشورهای همسایه ما زنها و شهروندانش دارن استفاده میکنن از یک زندگی نرمال، ما اون زندگی نرمال رو داشته باشیم. من مایکم رو میبندم. از همینجا از حضور همتون تشکر میکنم که حضور پیدا کردیم. ممنونم. سپاس از خانم فتایی عزیز. تشکر میکنم از تمام همکاران عزیزم که توی این جلسه با ما همراه بودن، در بحث ها مشارکت کردن و نقطه نظرات خودشون رو با ما در میون گذاشتن و تشکر میکنم از تک تک افرادی که از طریق یوتیوب ما رو دیدن و افرادی که در آینده این ویدیو ضبط شده رو میبینن. من خدافظی میکنم با شما و یعنی دیگه آره آخر جلسه ختم جلسه رو اعلام